دوستان سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما با حل مسئله تمرین دوم در خدمت شما هستیم. عذرخواهی میکنم که یکم این کار با تاخیر داره انجام میشه. این چند وقته اتفاقات پیش بینی نشده ای برای من اتفاق افتاد که موجب شد ما در نهایت با تاخیر در خدمت شما باشیم. چون مسئله ها رو دونه دونه با هم دیگه حل میکنیم، من سعی میکنم هر کدوم در یک پارت جداگانه ضبط بکنم و در خدمت شما قرار بدم. حالا اینها رو بعدا سعی میکنیم که کنار هم دیگه قرار بدیم و به عنوان یه فیلم جامع در کنار هم تجمیع هم بکنیم. خب مسئله یکی شما راجع به بحث معیارهای سنجش و مقایسه بود. من تازه متوجه شدم که میکروفونم هم گویا کمی نویز داره، امیدوارم که حرفای من رو به صورت واضح و شفاف شما دریافت کنید و مشکلی از این نظر نداشته باشید. خب مسئله یک راجع به معیارهای سنجش و مقایسه میگه دو نسخه از گراف وظیفه یا تست گراف زیر رو شما در نظر بگیرید. میگه تو نسخه یو هر رسته گراف فقط یک واحد زمانی برای محاسبه میخواد، یعنی دو تا تفسیر مختلف ما از این داریم، نسخه U و نسخه EO، که میگه توی نسخه U هر رسته گراف فقط یک واحد زمانی برای محاسبه احتیاج داره، توی نسخه EO رسهای زوج میگه دو واحد و رسهای فرد یک واحد. یعنی شما به گراف میتونید با دو در واقع چشم متفاوت، با دو دید متفاوت نگاه بکنید که نسخه EU و EO. بخش الف میاد میگه که خب برای نسخه ای او باید یه نسخه معادل طراحی بکنید که مثل یو باشه، یعنی هر کدوم از رسا خب یه زمانی یکسانی طلب بکنه. من این کار از قبل برای شما اینجا انجام دادم. گراف وی رو که سمت راست مشاهده میکنید همون در واقع نسخه معادل ای او هست که اینجا هر کدوم از رسای زوج در واقع به دو رس یک واحدی شکسته شدن، که از اونجایی که اینها در واقع در قالب یک تسک بودن و اینو زمانی که به دو تا تست داریم میشکنیم، باید ما حتما بحث پیش نیازیش رو هم اینجا لحاظ بکنیم. مثلا اینجا اگر رأس دو رو در نظر بگیرید که به دو یک و دو دو اینجا شکسته شده، میدونید که دو دو پیش نیازش اجرای تسک دو یک هست. خب این بخش اول سوال که صرفا رسم گراف وی بود. اما بخش ب میگه که نسخه های یو و وی رو از نظر حد اکثر تسریع قابل دستیابی شما مقایسه بکنید. بحث اسپید آپ میدونید که خب بحث مهمیه. زمانی که ما با الگوریتم های پارالل مواجه هستیم، فرمول اسپید آپ میدونید که تی یک به روی تی پی هست، که از اونجا که اسپید آپ در واقع ارتباط معکوس داره با بحث زمان، یعنی اینکه توی نسخه پارالل شما هر چقدر که به زمان کمتری نسبت به نسخه سکونشیال دست پیدا بکنید، یعنی اسپید آپ بیشتری داشتید، پس تی یک به روی تی پی بیانگر اسپید آپتون هست. حالا میگه ما میخوایم به اسپید آپ حد اکثری دست پیدا بکنیم. برای این مسئله شما باید یه چیزی به اسم مسیر بحرانی رو توی هر کدوم از این گراف ها پیدا بکنید. کریتیکال پس چیه؟ کریتیکال پس در واقع طول بزرگترین مجموعی از این رأس هاست، یعنی شما میاد دنباله از این رأس ها رو پیدا میکنید با طول بیشینه که اینها با همدیگه در واقع ارتباط داشته باشن، یعنی پیش نیاز همدیگه باشن به نوعی، و طول مسیر بحرانی برای شما یک سقفی رو معین میکنه که شما از این بیشتر نمیتونید در واقع تسکاتون رو پارالل بکنید. چرا؟ چون یه ترتیبی اینجا باید رعایت بشه. در واقع شما یه محدودیتی دارید روی تسکایی که میتونن به صورت کانکارنت اجرا بشن بدون اوردر خاصی، و از اونجایی که این کریتیکال پس داره به ما یک اوردرینگ رو مشخص میکنه بین تعدادی از این رأس‌های گراف، شما الزاماً باید اینها رو رعایت بکنید و نمیتونید که بدون اینکه یک تسکی پیش نیازش، یعنی تسک وابستش به نوعی انجام شده باشه، شما بیاین این تسک رو اجرا بکنید. پس ما توی هر کدوم از اینا میایم مسیر بحرانی کریتیکال پس رو پیدا میکنیم و بر مبنای اون تصمیم میگیریم که ما اسپید آپ حد اکثری که میتونیم بهش دست پیدا کنیم چی هست، حالا اگر تعداد کافی پروسسور ما در اختیار داشته باشیم. خب برای گراف یو ما در واقع از این ابتدا شروع میکنیم. اگر به سمت 4 بریم و اینجا ما 6 رو بخوایم لحاظ بکنیم، 9 12 و در نهایت 13، این مسیر بحرانی ما هست. تسکایی که اجرای هر کدوم وابسته به یک تسک دیگه هست و
شما اگر بخواید این در واقع تاسک گراف رو بخواید به صورت پارالل اجرا بکنید، این هر کدوم از این تاسک ها رو اساین بکنید به پروسسورهای مختلف، الزاما از اونجا که این ترتیب باید رعایت بشه، یعنی یک باید اول اجرا بشه، بعد دو، بعد سه، بعد چهار، شش، نه، دوازده و سیزده، شما بیشتر از این نمیتونید در واقع این رو پارالل بکنید. یعنی در اگه اینجا شما سه تا چهار پنج شیش هفت هشت تا گام حتما باید طی بشه و شما نمیتونید به زمانی کمتر از هشت اینجا دست پیدا بکنید برای نسخه پارالل. پس اسپیداپتون در واقع میشه نسخه زمان مورد نیاز برای اجرای سکونشیال این، که میدونیم 13 تا در واقع تسک هستن، پس میشه 13 تقسیم بر این تی پی که ما حد اکثر در واقع حد اکثر سرعتی هست که میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و در واقع کمترین زمانی که ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم همین زمان مورد نیاز برای اجرای مسیر بحرانی هست که میشه 8 و 13 هشتم میشه حد اکثر اسپیداپی که ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. برای نسخه وی هم ما همین کار رو باید انجام بدیم. یعنی این خاطرم باشه اینجا میاد و این مسیر بحرانیش هست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا ما اینجا تسک داریم و خب اینجا هم میشه در واقع 12 بسایی میکنم اسپید آپ میشه پایین 12، بالا میشه تعداد تسک های وی که 18 19 تا تسک اینجا هست، 19 12 هم میشه حد اکثر اسپید آپی که ما میتونیم توی در واقع تسک گراف وی بهش دست پیدا بکنیم و اگر بخوایم این رو پارالل بکنیم اینا رو باید به نحوی تقسیم بکنیم که بتونیم به این اسپید آپ برسیم و شما دیگه از 12 زمان کمتری نمیتونید به دست بیارید برای در واقع تسک گراف وی، چون اینا 12 تا تسک هستن که به هم دیگه وابستن و باید به ترتیب اجرا بشن. خب بخش بعدی سوال ببینیم راجع به چی صحبت میکنه. بخش بعدی سوال میگه برای دستیابی به این تسریع های مورد اشاره در بخش B، یعنی اسپید آپ حد اکثری رو که ما می‌خواستیم بهش برسیم، برای هر کدوم از گراف های U و V ما چند تا پردازنده نیاز داریم. یعنی میگه فرض کنید که شما توی تعداد پردازنده هاتون هیچ محدودیتی ندارید، میتونید هر چقدر پردازنده که میخواید استفاده بکنید. برای اینکه به این در واقع تسریع ها برسید، اسپید آپ ها برسید، چند تا پردازنده حداقل شما نیاز دارید. خب اول برای U ما بیایم این سعی بکنیم تسخامون رو به نحوی پخش کنیم که به این اسپید آپ برسیم. گفتیم که حداقل زمانی که ما نیاز داریم 8ه، پس سعی بکنیم که اینها رو به نحوی تقسیم بکنیم که ما به این در واقع زمان 8 دست پیدا بکنیم. خب من اینجا از قبل حالت مختلف رو امتحان کردم، اینجا حالت مختلف رو من قبلا امتحان کردم و میدونم که اینا چجوری باید پخش بشه. من یک حالت پخش این تسکا روی پروسسورهای مختلف رو براتون بیان میکنم. برای گراف U شما از سه تا پروسسور کمتر نمیتونید استفاده بکنید اگر میخواید به اون اسپید آپ مد نظر دست پیدا بکنید که توی در واقع توی 8 تا گام متوالی اینها بتونه اجرا بشه، و اگه اینو دو تا پروسسور بکنید قابل اجرا نیست و خودتون میتونید این رو امتحان بکنید که قطعا در اون حالت تعداد گام های بیشتر و زمان بیشتر رو در واقع طلب میکنه. خب 1 2 3 و 4 اینجا باید به ترتیب اجرا بشن، همزمان میتونه اینجا 5 و 8 هم اجرا بشن و 6 7 و مثلا 11 اینجا میان اجرا میشن، 10 و 9 باز روی این پروسسورها و 12 و 13 در نهایت روی این پروسسورها. حواستون باید باشه که این ترتیب ها همیشه باید در واقع رعایت بشه حتما و اینا رو باید به نحوی پخش بکنید که خب بتونید به اسپید آپتون دست پیدا بکنید دیگه. اگر این تعداد اینها رو بشمرید، شما می‌بینید که 8 تا هستن و توی 8 گام شما تونستید در واقع 8 تا استپ شما تونستید این رو در واقع این تسک گرافتون رو به طور کامل اجرا بکنید
با رعایت تمام این وابستگی ها و دیپندنسی ها. برای گراف V اما از اونجایی که برای U بود، برای گراف V از اونجایی که طول مسیر بحرانیش زیادتر بود و تعداد تسکایی که به هم دیگه وابسته بودن زیاد بود، اینجا تایمی برای ما ایجاد میکنه از اونجایی که اینا باید پشت هم دیگه اجرا بشن، یه پروسسور دیگه به تنهایی کفایت میکنه، چون در واقع این مدت زمان وابستگی این تسکا اینقدر زیاد هست به هم دیگه که اینا همه باید به صورت سکونشیال اجرا بشن در گام های متوالی، و از اونجایی که در واقع پردازنده دیگه ای که ما در کنار این قرار میدیم اینجا توی این مدت زمان بیکار میمونه، میتونیم تسکایی که اینا وابسته نیستن و میتونن به صورت کانکارنت اجرا بشن رو بهش اساین بکنیم. در واقع شما توی این سوال ها همیشه باید سعی بکنید که با تعداد مینیمم سعی بکنید این تسک گراف رو پارالل بکنید، اگر نشد به تعداد پروسسور هاتون اضافه بکنید. من اینجا در واقع یه دونه دی حالت رو برای شما نمایش میدم که چطور میتونید اینها رو به صورت پارالل اجرا بکنید. این فقط یه حالت ممکن هست، ولی شما میتونید به حالت مختلفی برسید. 4 1 و 5 رو من اینجا با هم دیگه، 4 2 و 8 1 رو با هم، 8 2 رو اینجا میارم و 6 1 رو اینجا، 6 2 و 7 رو اینجا و 10 1 و 9 اینجا، 10 2 و 12 1 اینجا، 11 و 12 2 اینجا و در نهایت 13 هم اینجا. اگه دقت بکنید این مسیر بحرانی هست که ما اینجا داشتیم و روی پروسسور دوممون داریم هر کدوم از این تسکای دیگه ای که میتونن به صورت کانکارنت اجرا بشن رو ما اجرا میکنیم. اگر طول این رو بشمارید میبینید که دقیقا 13 تا هست و از اون در واقع طول مسیر بحرانیمون ما تجاوز نکردیم، و به همین خاطر با این شیوه تخصیص تسکا به پروسسور ها میتونید به اسپید آپ حد اکثری مورد نظر دست پیدا کنید. خب بخش ت سوال میگه اگه تنها دو پردازنده در اختیار داشته باشیم اینجا حد اکثر تسکا قابل دستیابی برای هر کدوم از این گراف ها چند خواهد بود. خب توی گراف وی شما دیدید ما با دو پردازنده تونستیم در واقع توی 13 گام اینو انجام بدیم که این دقیقا همون حد اکثر تسریع ممکن برای این تسک گراف بود. پس بالاتر ما اینو محاسبه کرده بودیم که در واقع بخوام میکنم 19 12 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. بعد این 13 رو من اینجا اصلاح بکنم، این 12 تا بود همونطور که قبلا هم ما دیدیم توی 12 تا اینجا انجام شد و صرفا با دو تا پروسسور. پس اینجا همون چیزی که ما قبلا داشتیم 19 12 اون اسپید آپی است که میتونیم بهش دست پیدا کنیم. اما برای اسپید آپ 13 هشتم توی گراف U ما دیدیم که دست کم به 3 تا پردازنده ما اینجا احتیاج داریم. حالا سوال ما رو داره محدود میکنه به 2 تا پردازنده و میگه اگر ما یه دونه از این پردازنده ها رو نداشته باشیم برای ما چه اتفاقی رخ میده. من سوال بعدی رو یکم پایین تر ببرم. خب یه بار دیگه ما این دفعه بیایم این رو در واقع اساین بکنیم، ولی این بار به این دقت بکنیم که ما صرفا دو تا پردازنده اینجا در اختیار داریم. من خود این گراف رو هم میخوام اینجا من میام این رو می‌نویسم که بتونیم این رو هم با هم دیگه تریس بکنیم. اگر دو تا پردازنده صرفا در اختیار داشته باشیم سعی می‌کنیم به نحوی اینها رو اساین بکنیم که بیشترین در واقع سطح کانکارنسی رو ما اینجا بهش دست پیدا بکنیم. یک و دو خب اینجا باید به ترتیب اجرا بشن، تا سه همینطور هست و اینجا میبینیم که سه زمانی که اجرا میشه از این به بعد چهار، پنج و هشت هر کدوم میتونن اجرا بشن. من فرض کنم که چهار اینجا اجرا بشه، پنج اینجا اجرا بشه، من هر کدوم از اینا رو اجازه بدید خط بزنم زمانی که اجرا میشن، و در ادامه شیش، هفت و هشت هر کدوم میتونن اجرا بشن. من شیش رو اینجا میارم، هفت رو همزمان اینجا میارم چون پیش نیاز هر کدوم اجرا شده. بعد هشت رو ده و یازده و نه هم ده آره ده هم میتونه اجرا شه، هشت ده و نه میتونن اجرا شن. من نه رو همزمان با هشت اجرا میکنم و در ادامه ده میتونه اجرا شه چون تمام این سه تا تسک قبلیش انجام شده. یازده میتونه انجام اجرا بشه، 12 هم میتونه اجرا بشه.
10 و 11 رو من کنار هم دیگه اجرا میکنم. در نهایت اینجا 12 به تنهایی باید اجرا شه چون 13 هنوز نمیتونه و نهایتا 13 هم اینجا اجرا میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا میبینیم که اینجا در واقع گام رو ما طی کردیم. پس اینجا 13 نهم اسپیداپی است که با دو تا پردازنده ما توی تسکرافی یو میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. سوال آخر در بخش آخر سوال میگه کدام یکی از این گراف ها قابلیت موازی سازی بیشتری دارن، استدلال بکنید. خب وقتی راجع به بحث قابلیت موازی سازی ما صحبت میکنیم، قاعدتا داریم میگیم که ما اگر تعداد پردازنده هامون در واقع نامحدود باشه، هر چقدر پردازنده که میخوایم در اختیار داشته باشیم، کدوم یکی از اینها رو ما میتونیم به نحوی در واقع پارانلایز بکنیم، به نحوی دستگاه رو بین پردازنده ها تقسیم بکنیم که به اسپیداپ بیشتری دست پیدا بکنیم. یعنی این در واقع سوال به نوعی شیوه دیگه از همون بخش ب سوالتون هست که داره میگه که این قابلیت موازی سازی رو ما وابسته به کدومی که از این پارامترها میدونیم که بحث اسپیداپ هست. و از اونجایی که شما بالاتر دیدید که یو میتونه در واقع اگر سه تا پروسسور ما در اختیارش بذاریم با اسپیداپ بیشتری، در واقع به اسپیداپ بیشتری دست پیدا بکنیم، یعنی زمان حالت پارالل نسبت به حالت موازی این مقدار در واقع کوچکتری باشه، ما اینجا باید بگیم که گراف یو قابلیت موازی سازی یا پارالللایزبل اصطلاحاً اگه درست گفته باشم بیشتری هست نسبت به گراف وی. خب این سوال یک، من سعی می‌کنم فیلم‌ها رو کوتاه نگه دارم که مشکلی هم تو ضبط ایجاد نشه. من دونه دونه اینها رو خدمت شما آپلود می‌کنم و انشالله اینها رو بتونیم بعداً کنار هم دیگه هم تجمیع بکنیم. خب سلام مجدد خدمت شما بزرگواران. ما راجع به مسئله دو میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم، محاسبات روی معماری آرایه خطی. شما میدونید آرایه خطی در واقع یک معماری هست که در اون پروسسورها با یک شیوه ثابت و یک معماری معین و بدون تغییر به هم دیگه متصل هستند و قرار هست که این محاسباتی رو در کنار هم دیگه اینها با کمک هم انجام بدن. توی مورد خاص بخش الف سمای گروپ کامپیوتیشن هست، محاسبات اصطلاحا نیم گروه، که توی محاسبات یه عملگری قراره، یه عملگر باینری داریم که این به صورت در واقع داره یه خاصیتی هست به اسم اسوسییتیویتی، یعنی اینکه ترتیب عملیات‌ها اینجا مهم نیست و همین دست ما رو باز می‌ذاره تا بتونیم روی این معماری که اینجا داریم و حالا توی مورد خاص آرایه خطی هست یا معماری‌های دیگه بتونیم در واقع با الگوریتم‌های مختلف و شیوه‌های ابتکاری بتونیم که محاسباتمون رو انجام بدیم و نیازی نباشه که اینها رو به صورت سکوئنشیال و ترتیبی انجام بدیم. خب بخش الف چی میگه؟ میگیم که میدونیم که توی محاسبات نیم گروه، همین توضیحاتی که من شما گفتم، از همین رو میتوانیم این محاسبات رو به شیوه بازگشتی روی آرایه خطی انجام بدیم. شما پس یه آرایه دارید اینجا، میخوایم در واقع به شیوه ریکرسیو و بازگشتی ما محاسباتمون انجام بدیم. شما توی در واقع کتاب آیدوتو پرهامی دیده بودید که روی معماری آرایه خطی ما زمانی که می‌خوایم یه محاسبات سمای گروپ انجام بدیم میتونیم که این رو در واقع با مرتبه زمانی خطی ما بهش دست پیدا بکنیم. حالا اگه می‌خوایم بیایم ما روشمون رو عوض بکنیم ببینیم که آیا به شیوه ریکرسی، به شیوه بازگشتی میتونیم به زمان بهتری دست پیدا بکنیم یا نه، که اینجا جواب نه هست. همونطور که در ادامه می‌بینیم میگه به فرض اینکه تعداد پردازنده‌ها توانی از 2 باشه، برای اینکه کارمون ساده‌تر بشه میگیم ابتدا آرایه رو به دو نیمه تقسیم میکنیم، نتیجه محاسبات رو تو هر کدوم به شیوه بازگشتی به دست میاریم. در واقع به شیوه تمام الگوریتم های دیواید اند کانکر که شما قبلا دیدید اینجا این رو تقسیم میکنید و تو هر کدوم جواب رو محاسبه میکنید. در ادامه این جواب ها رو باید با هم دیگه ترکیب بکنید که دو پرزنده وسط آرایه اولیه اینجا نتایج هر نیمه رو میخوام به نیمه دیگه ارسال بکنم. این مثال اینجا من برای شما آماده کردم که این رو با هم دیگه ببینیم برای اینکه اینو بهتر متوجه بشیم. شما فرض کنید که چنین آرایه‌ای رو اینجا در اختیار دارید، A1 تا A8 در واقع 9 تا خونه داره آرایه شما، 8 تا خونه داره آرایه شما، اصلاً می‌کنم توانی از 2 هست و در گام‌های متوالی می‌خوایم در واقع این رو به صورت بازگشتی ما محاسباتمون رو انجام بدیم. حالا کاری نداریم که این در واقع عملگرمون چی هست، ما این رو به این شیوه نشون می‌دیم. حالا هر عملگری که هست می‌تونه جمع باشه، می‌تونه ضرب باشه یا هر عملگر
در واقع اسوشیتیو دیگه ای. خب توی گام اول گفتیم که اول مرحله دیواید رو باید انجام بدیم، یعنی اینو پی تقسیم میکنیم به دو بخش و این رو انقدر ادامه میدیم تا ما به جایی برسیم که هر کدوم از این خونه های آرایه در واقع در حکم بخش جداگونه باشن. از اینجا اون گام ترکیب باید انجام بشه. توی گام ترکیب گفتیم که اگر دو تا ما بخش داریم، اون دو تا پروسسوری که وسط اون آرایه هستن، یعنی اگر شما مثلا این دو بخشتون رو توی این آرایه بزرگ اینجا در نظر بگیری که ما بهش میرسیم، این دو تا قرار جواب ها رو به هم دیگه بفرستن. از اونجایی که اینجا محاسبات سمای گروپ هست، تمام اینها در واقع یک مقدار ثابت رو الان در اختیار دارن توی نیم، در واقع نیم آرایه چپ و نیم آرایه راست. حالا این باید مقدار چپی رو برای راستی ها بفرسته و این هم مقدار نیم آرایه راست رو برای چپی ها ارسال بکنه. خب اینو اگه ما در واقع تقسیم رو تا جای ممکن ادامه بدیم که به در واقع خونه های در واقع آرایه های تک واحدی برسیم، اینجا میتونیم که حالا گام در واقع ترکیب رو انجام بدیم. اینجا الان اینها در حکم پروسسور های وسط هستن هر کدومشون که باید به هم دیگه جواب رو ارسال بکنن. و توی مرحله بعدی گام دوم، این اگه با هم دیگه ترکیب بشن، شما میبینید که بعد از این عملیات، قبل از این گام دوم اجرا بشه، A1 A2 اینا هر کدومشون دو تا خونه اول مقدار در واقع محاسبه در واقع اجرای اون عملیات روی این دو تا خونه رو هر کدوم نگهداری میکنن، چون مقدارهاشون رو برای هم دیگه ارسال کردن و اون عملیات مورد نظر رو انجام دادن. به همین ترتیب A3 و A4 توی این دو تا خونه، A5 و A6 و A7 و A8 هم توی دو تا خونه بعدی قرار گرفتن. توی گام دوم دوباره هر کدوم از اینها باید در واقع الان اینجا آرایه هامون بزرگتر شدن چون ترکیب شدن با هم دیگه، حالا وظیفه این دوتای وسط هست توی هر کدوم از اینها که این رو برای هم دیگه ارسال بکنن، یعنی این باید به اینجا ارسال بشه و این هم باید به در واقع سمت چپی ارسال بشه. و خب زمانی هم که ارسال میشه دیگه برای تمام خونه ها در واقع داره برادکست میشه و تی میشه. همین اتفاق برای در واقع آرایه های دیگه میفته، یعنی اینکه شما اگر مد نظر داشته باشید که این دوتا هم اینجا، یعنی اینجا اگر تفکیک بکنیم، این دوتا هم باید برای همدیگه این رو ارسال بکنن برای اون سمت دیگه. و زمانی که این اتفاق بیفته، یعنی شما الان ببینید A3 A4 زمانی که اینجا ارسال میشه، هر کدوم از این در واقع پروسسورهای بعدی، همین پروسسور زمانی که این رو دریافت میکنن، در واقع دوباره عملیات حالا X رو روی این دو مقداری که در اختیارشون هست، A1 A2 و A3 A4 این روی این دو مقدار انجام میدن و حاصل جدید که A1 تا A4 هست اینجا نگهداری میشه. حالا میبینید که دو تا در واقع به اون مرحله نهایی رسیدیم که صرفاً دو تا اینجا در واقع نیم آرایه داریم اینجا که اینها باز مجدد پروسسورهای وسطی نقش ارسال نتایج به آرایه کناری رو به عهده میگیرن اینجا. و در نهایت زمان که این به دست تک تک این پروسسورها برسه و عملیات انجام بشه، میبینید که در مرحله آخر عملیات مورد نظر ما انجام شده. تمام این خونه ها مقدار A1 تا A8، یعنی مقدار حاصل از اجرای اون عملگر روی تک تک مقادیر A1 تا A8 رو اینها در اختیار دارن. حالا ما این رو باید به نحوی تغییر بدیم که مناسب عملیات در واقع پارالل پریفیکس باشه. منتهی مراتب اینجا اجازه بدید که ما بحث چیز رو هم مطرح بکنیم، بحث پیچیدگی زمانی رو هم مطرح بکنیم. یه نکته که شما اینجا باید خیلی بهش دقت بکنید اینه که زمانی که میخواید در واقع فرمول زمان این رو بنویسید، که حالا توی حالت سکوئنشیال مثلا اگر میخواد به صورت بازگشتی اجرا میشد، تی ام باید میشد دو تا تی ان دوم به اضافه، شما میدونید که زمانی که در واقع هر کدوم از این وسطی ها دارن به اون سمت دیگه ارسال میکنن، نصف آرایه رو باید طی بکنه بر حسب اینکه الان ان چی هست، ان دوم تا باید طی بشه و از اونجایی که ما دو تا اینجا داشتیم میشد دو ان دوم. خب اگر این میخواست به صورت سکوئنشیال اجرا بشه، اما از اونجایی که داره به صورت پارالل انجام میشه، یعنی هر کدوم از اینها به صورت مستقل داره انجام میشه، هر کدوم از این دو تا، از زمانی که شما میخواید این فرمول رو بنویسید، اینجا باید بنویسید تی ان مساوی با 1 تی ان دوم، چون هر کدوم از اینا با هم دیگه داره همزمان اجرا میشه و مجدد این ارسال پیام ها هم اینجا
یک در واقع این دوم میطلبه که این از در واقع تتای n هست. و دیدیم که خب حالا ما اومدیم این رو به صورت ریکرسیو با روش divide and conquer نوشتیم، هیچ تفاوتی با در واقع حالت‌های دیگه نداره و خب این بدیهی هم هست از اونجایی که شما میدونید روی یک آرایه در واقع زمانی که شما بخواید بحث باش سیکشن ویتر این آرایه رو بررسی بکنید که میشه این که زمانی که اینها بخواد محاسبات انجام بشه تمام این اطلاعات اینجا باید ارسال بشه به این ور و تمام اطلاعات این ور هم باید ارسال بشه به این ور و گریزی از این نیست و این دست کم این دوم تا گام طول میکشه، پس شما نمیتونید از در واقع تتای این اینجا بهتر عمل بکنید چون دیگه در واقع ارسال و دریافت اطلاعات هست و این رو نمیتونید هیچ وقت با حالا هر الگوریتم که میخواید استفاده بکنید به نحوی کاهشش بدید و مانعش بشید. خب حالا سوال از ما چی خواسته؟ این رو خود سوال به نوعی به ما توضیح داده، فقط من اینجا به صورت شماتیک براتون نوشتم که خیلی بهتر متوجه بشید. حالا میگه که اگر ما بخوایم این رو به نوعی به صورت فقط محاسبات سمال گروپ نخواهیم انجام بدیم، یعنی به صورت پارالل پریفیکس بخوایم اینجا انجام بدیم، چه تغییری تو این الگوریتم باید ایجاد بکنیم؟ خب جواب ساده است. شما زمانی که این محاسبات رو میخواید انجام بدید، گفتیم که مثلا این گام آخر رو ببینید، من همه رو پاک نکنم، گام آخر رو شما مشاهده بکنید، گفتیم که تو حالت دیواید اند کانکر زمانی که این دوتا به صورت جداگانه محاسبه شد، یعنی سمت چپ و راست هر کدوم به صورت جداگانه محاسبه شدن، ما باید این دوتای وسط به عهده بگیرن که اطلاعات رو برای همدیگه ارسال بکنن. منتها توی پارالل پریفیکس میدونید که این محاسبات پیشوندی شما میدونید که دیگه این پروسسور سمت راست نیاز نیست به سمت چپش اطلاعات رو ارسال بکنه و صرفا کفایت میکنه که این پروسسور اینجا این رو به سمت راست ارسال بکنه و زمانی که این اتفاق میفته با همین تغییر کوچیک شما میدونید که محاسبات به راحتی انجام میشه و ما از سمال گروپ کامپیوتیشن در واقع به پارالل پریفیکس کامپیوتیشن رسیدیم. از نظر زمانی هیچ فرقی نمیکنه چون خدمت شما گفته بودیم که وقتی که اینا ارسال میکنن، چون اینجا در واقع بین هر دو پروسسور اینجا لینک های دو طرفه هست دیگه و حالا یه طرفش دیگه در واقع دیتای ارسال نمیشه و دیتا داره در یک جهت ارسال میشه، منتها از اونجا که اینا به صورت همزمان انجام میشد هیچ تفاوتی از نظر زمانی با همون بحث سمال گروپ کامپیوتیشن نمی کنه. خب این بخش الف مسئله ما. بخش بی چی داره میگه؟ بخش بی میگه که اگر n تا دیتا آیتم داشته باشیم، شما باید تعداد بهینه پردازنده ها رو پیدا بکنید توی آرای خطی به نحوی که اگه دیتا ها رو بین اونا به نحوی تقسیم کنیم که به هر کدومشون تقریبا n پیوم دیتا برسه، زمان لازم برای محاسبه پیشوندی رو این داده ها در آرای مربوطه به حداقل برسه. خب شما میدونید که هر کاری که بخواید انجام بدید، یعنی همونطور که بالاتر خدمت شما گفتم، به هر حال نصف این مقادیر آرایه ها باید به سمت دیگه ارسال بشه دونه به دونه و چاره جز این ندارید که شما با مرتبه زمانی خطی اینجا الگوریتمتون رو بنویسید و پیاده بکنید و این باعث میشه که شما هر الگوریتمی رو که بخواید اجرا بکنید دست کم سه تا گام رو باید رعایت بکنید. گفتیم که مقدار پی رو ما می‌خوایم به دست بیاریم اگر n تا دیتا آیتم داشته باشیم، چون اگر n تا دیتا داشته باشید و پی تا در واقع پردازنده یا پروسسور، خب به هر کدوم می‌خوایم n پیوم تا دیتا تعلق بگیره، n پیوم تا دیتا به هر کدوم می‌خوایم تعلق بگیره، در واقع دیتا هامون رو می‌خوایم به طور مساوی بین اینها پخش بکنیم. چیکار بکنیم که به زمان حداقلی برسیم؟ خب سه تا گام دست کم اینجا باید انجام بشه. ما می‌دونیم که زمانی که دیتامون رو پخش می‌کنیم، پی تا پردازنده هر کدوم باید محاسبات پارالل پریفیکس رو روی این بخشی از دیتا که در اختیارشون هست به صورت ترتیبی، به صورت سکوئنشیال انجام بدن قبل از اینکه بخوام به محاسبات پارالل برسن. پس از اونجایی که هر کدوم ام پیوم تا دیتا در اختیارشون هست، حالا فارغ از اینکه اصلا چه الگوریتمی داره اجرا میشه، این در واقع با زمان ام پیوم طول می‌کشه که اینها بخوان محاسبات پارالل پریفیکس رو به صورت سکوئنشیال انجام بدن. sequential parallel prefix. خب و در ادامه
اینها بعد اطلاعات رو به هم دیگه منتقل بکنن دیگه. باز حالا فارغ از اینکه این چه جور داره انجام میشه، شما میدونید که دست کم اینجا با مرتبه این باید انجام بشه، چون این دیتایی که در واقع این سمت آرائه هست در نهایت باید به این سمت برسه. پس این تا اینجا شما مدت زمان طول میکشه تا این پروسسورها با هم دیگه ارتباط بگیرن. پس این میشه در واقع دیتا کامیونیکیشن بین پروسسورها، و در نهایت دوباره باید این عملیات پارلل پریفیکس مجدد به صورت سکوئنشیال حالا با استفاده از اطلاعاتی که در اختیارشون قرار گرفته در پروسسور انجام بشه، که اینا مجدد امپیوم تا طول میکشه. مجموع اینها یعنی n به اضافه 2 امپیوم، این میشه مدت زمانی که ما نیاز داریم برای اینکه محاسبات رو انجام بدیم دست کم. و حالا زمان برای اینکه ما بخوایم به اسپیداپ حداکثری دست پیدا بکنیم، فرمول اسپیداپ رو خاطرتون بیارید. فرمول اسپیداپ چی میگفت؟ میگفتش که تی 1 به روی تی پی دیگه، درسته؟ برای اینکه شما بخواید به اسپیداپ حداکثری دست پیدا بکنید، قاعدتا شما باید یک نقطه اکسترموم برای این اسپیداپتون پیدا بکنید. خاصه صورت سوال هم همین هست، میگه تعداد پروسسورها رو ما چند باید در نظر بگیریم تا در واقع به زمان حداقلی برسیم و به بیشترین اسپیداپ دست پیدا بکنیم. شما برای این کار باید یک نقطه اکسترموم پیدا بکنید، و همونطور که میدونید شما محاسبات پارلل پریفیکس رو اگر بخواید به صورت سکوئنشیال انجام بدید، خب این تا گام طول میکشه، و زمانی که اینجا میخواید انجام بدید میشه n به اضافه 2 امپیوم تو این محاسبات. حالا کاری که باید انجام بدید اینه که این رو مشتقش رو بگیرید و برابر با صفر قرار بدید، اگه خاطرتون باشه، برای پیدا کردن نقطه اکسترموم. حالا بعد در ادامه شما زمان که مشتق این رو میگیرید و این رو برابر صفر قرار میدید، پی رو باید بر حسب n اینجا به دست بیارید، که اگه این کار انجام بدید در نهایت شما به یک چنین عبارتی میرسید، پی دو مساوی با 2n، که در ادامه پی رو برابر رادیکال 2n به دست میارید. این تعداد اپتیمال پروسسورها هست برای اینکه بر حسب n، برای اینکه شما بتونید به اسپیداپ حداکثری و زمان حداقلی به نوعی دست پیدا بکنید. حالا با استفاده از اطلاعاتی که ما اینجا در اختیارمون بود و روی این معماری خاص که معماری آرایه‌ای هست. خب این بخش اول و دوم سوال دوم، انشاءالله توی ویدیو بعدی راجع به سوال‌های بعدی هم صحبت خواهیم کرد. خب معماری حلقه یکی از معماری‌های مهمی هست که شما خوبه باش آشنا بشید، و حالا توی کتاب پرهامی کتاب لیتون خیلی کمتر بهش پرداخته شده، ولی جز معماری‌های در واقع مهم و کلیدی هست توی اون دنیای فیکس کانکشن نتورک ها، که در واقع همونطور که شما اینجا مشاهده میکنید همون آرای خطی هست، همون لینیر آرای هست، منتها دو پردازنده ابتدا و انتهاش هم به هم دیگه متصل هستن. مسئله های خیلی مختلف این معماری حلقه مطرح میشه که شما دو موردش رو اینجا مشاهده میکنید، و خوبه که خیلی خوبه که با اینا آشنا بشید، از جمله اینکه هم توی مطالعه مقالات تاریخی گاهن الگوریتم‌های خیلی مهم دیستریبیوتد پارالل که مثلا خیلی تاثیرگذار باشن توی پژوهش‌های بعدی یا جوایز رو برنده بشن. شما می‌بینید که گاهن روی این معماری یا مباحث مرتبط با معماری حلقه بوده، حالا کانتکست‌های مختلفی مثلا مطرح میشه. دو موردش رو شما توی این سوال مشاهده می‌کنید. بخش الف میگه که چنانچه هر پردازنده یه مقدار بیتی رو نگهداری بکنه، یه الگوریتم کارآمد ارائه بدید برای محاسبه عملیات اند. خب شما عملیات اند رو تو سیبلش رو با شانشای دیگر درس ساختارهای گسسته، و اینجا میگه که در واقع الگوریتم ارائه بدید که در انتهای اجرای الگوریتم هر پردازنده اند بیت خودش با تمام بیت‌های سایر پردازنده‌ها رو داشته باشه. یه شرط اینجا گذاشتیم که پردازنده‌ها ناشناس باشن، در واقع انونیموس باشن. این بحث انونیمیتی بحثی هستش که خب توی حوزه‌های مختلف دیستریبیوتد پارالل مطرح میشه، در واقع زیر شاخه‌های مختلف، و گاهن شرایط مسئله رو خیلی دشوارتر میکنه. ناشناس بودن پردازنده‌ها به چه معناست؟ به این معنی که پردازنده‌ها کاملا با هم دیگه مشابهن، هیچ در واقع ایندکس یا آیدنتیفایر متمایزی ندارن که اینا رو بتونیم از هم دیگه تفکیک بکنیم.
خب آیا با این شرط شما دونید که مسئله قابل حل هست یا نه؟ قاعدتا خب اینجا قابل حله، چون ما این سوال رو به شما دادیم و ازتون خواستیم که پیچیدگی زمانی الگوریتمتون رو در ادامه بررسی بکنید، اما بعضی وقتا هست که مسئله شما در با این شرط میبینید که غیر قابل حل میشه. خب اما چند تا موضوع جالب رو میخوام اینجا روی معماری حلقه و راجع به بخش الف با هم دیگه ببینیم. این معماری حلقه اینجا در نظر بگیرید که همون بخش الف سوالتون هست، هر کدوم دارن این مقدار بیتی رو نگهداری میکنن، اینجا به فرض حالا تمام مقادیرشون یک هست. نکته اولی که اینجا باید مد نظر داشته باشید اینه که اگر پروسسورها از تعداد خودشون با خبر نباشن، این مسئله قابل حل نخواهد بود. اصطلاحاً توی حالا بحث سیستم های دیستریبیوتد و پارالل به این میگن یک نواختی، و شما نمیتونید الگوریتم یک نواخت ارائه بدید. الگوریتم یک نواخت الگوریتمایی هستن که بدون اینکه پروسسورها بدونن که تعدادشون چند تاست میتونن الگوریتم اجرا بکنن، و در واقع الگوریتم یک نواخت یک تعداد گام مشخصی دارن که یک ثابتی هست. حالا این ثابت رو ما میتونیم با کا مثلا نمایش بدیم، و مسئله که هست این که اینجا شما زمانی که پروسسورهاتون رو در واقع انانیموس در نظر میگیرید، ناشناس در نظر میگیرید، اگر شرط یک نواختی رو هم بهش در واقع اضافه بکنید، دیگه مسئلهتون قابل حل نخواهد بود. پس ما الگوریتمی که ارائه میدیم الزاما توش باید پروسسورها از تعداد خودشون با خبر باشن تا بتونن در واقع این محاسبات رو انجام بدن. قبل از اینکه ما الگوریتممون ارائه بدیم باید ببینیم که چرا ما در واقع خوبه که این رو با هم دیگه بررسی بکنیم که چرا شرط یک نواختی رو ما نمیتونیم اینجا اضافه بکنیم و الگوریتم ما الزاما غیر یک نواخت است. شما فرض بکنید که با برهان خلف اینجا جلو میریم، فرض بکنید که الگوریتم یک نواختی دارید و تعداد گام های این الگوریتم به فرض کاتا هست. بذارید من قلم رو فعال بکنم. کاتا اینجا تعداد گام های این الگوریتم است و در انتهای این الگوریتم هر کدوم از اینها مقدار اند خودشون و سایر بیت ها رو در اختیار دارن. خب حالا میخوایم به یه تناقض برسیم. شما حلقه ای رو فرض کنید، حالا فرض کنید الگوریتم تمام حلقه ها باید جواب بده دیگه، چون در واقع غیر وابسته است به تعداد پروسسور ها. پس این الگوریتم روی هر حلقه دلخواه ما باید بتونیم اجرا بکنیم و به جواب برسیم. حالا اگر کاتا گام داشته باشه الگوریتم، ما حلقه ای رو فرض میکنیم با دو کای به اضافه دو تا پروسسور که اینها با هم دیگه به این چیزی که شما میبینید متصل هستن و دو کای به اضافه دو تا پروسسور اینجا در اختیار داریم. خب در ابتدا فرض کنید که تمام این در واقع پروسسورها مقدار بیتشون یک هست. زمانی که این الگوریتم اجرا میشه و به انتها میرسه، قاعدتا تمام اینها مجدد باید مقدار یک رو در اختیار داشته باشن، چون اند همه اینها میشه یک. پس یه بار این الگوریتم رو ما اجرا میکنیم و بعد از کا تا گام تمام اینها باید به مقدار یک رسیده باشن. حالا میخوایم به تناقض برسیم. چطور؟ فرض میکنیم که این پروسسور بالایی مقدارش دیگه یک نباشه، یه دونه از این پروسسورها مقدارش صفر هست. پروسسوری که اینجا از فاصله در واقع کای به اضافه یک از این پروسسور قرار گرفته، یعنی این پایینی، چون که اینجا یه دونه است، اینجا هم یه دونه و اینجا هم کای منهای یک، تا اگر اختلاف این دو پروسسور باشه، مجموعاً کای به اضافه یک اختلاف در واقع فاصله این پروسسور بالایی و پروسسور پایینی هست از هر دو جهت، چون گفتیم دو کای به اضافه دو هست، پس از هر دو جهت اینا کای به اضافه یک تا با هم دیگه اختلاف دارن. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ شما میدونید که تو این در واقع معماری های ثابت، معماری هایی که در واقع لینک های متصل کننده پروسسور ها یک در واقع ثابت هست و بدون تغییر هست، تو هر گام صرفا یه دونه دیتا میتونه جابجا بشه بین هر دو پروسسور، و اگر یک پروسسور بخواد ارتباطی بگیره با پروسسوری که فاصلش ازش مثلا 2 یا 3 یا 4 هست، به ترتیب 2 یا 3 یا 4 گام طول میکشه تا این اتفاق در واقع رقم بخوره. پس زمانی که این دوتا پروسسور که من اینجا دورشون خط کشیدم، در واقع فاصله‌ای که دارن کای به اضافه 1 هست از هر سمت، کای به اضافه 1 گام طول میکشه تا این مقدار صفری که این بالا هست به این مقدار پروسسور پایینی برسه، و زمانی که این پروسسور با خبر بشه که یک پروسسوری هست که بیتش صفر هست، اند اینها باید بشه صفر و همه اینها باید خروجی صفر بدن. منتها از اونجایی که ما گفته بودیم که الگوریتممون صرفا توی کاتاگام انجام میشه که کا یک مقدار ثابتی بود،
قبل از اینکه این مقدار صفر این مقدار پروسسور پایینی برسه، در واقع به پروسسور پایینی برسه و این مطلع بشه که یه پروسسوری با مقدار صفر هست، الگوریتم به اتمام میرسه. تمام اینهایی که در این بین بودن، در واقع پروسسورهایی که در این بین بودن، مقدار صفر رو خروجی میدن از جمله این پروسسور. و این پروسسور پایینی که در واقع مطلع نشده، چون توی در واقع این حلقه و حلقه قبلی که این بالا یک بود، یعنی یه حالتی داشتیم که قبلا اینجا یک بود، این پروسسور هیچ تفاوتی رو متوجه نشده، همون الگوریتم داره اجرا میشه چون هیچ خبر جدیدی به دستش نرسیده و تو همون کاگام، تو همون کاتا استپ، همون فرآیندهایی که توی الگوریتم قبلی اتفاق افتاده، توی حالت قبلی اتفاق افتاده رو انجام داده و سرانجام خروجی یک میده که این در تناقض با چیزی هست که ما می‌خواستیم. باید تمام این پروسسورها و پردازنده‌ها خروجی صفر میدادن از اونجایی که یکی از اینها مقدار صفر داشته. پس ما دیدیم که اگر الگوریتممون در واقع یک نواخت باشه و به عبارتی پروسسورها با خبر نباشن از اینکه هر کدومشون چه مقداری رو دارن، در واقع تعدادشون به چه تعداد هست، و در واقع اگر تعداد رو n بگیریم، همه پروسسورها اگر از مقدار n با خبر نباشن، این الگوریتم قابل اجرا نخواهد. خب حالا بیایم الگوریتم ارائه بدیم دیگه. سوال بخش اول سوال از ما خواسته که یک الگوریتمی رو برای این مسئله ما ارائه بدیم. شما این حلقه بالا رو در نظر بگیرید و فرض کنید الگوریتم ما خب خیلی ساده میتونه باشه. فرض کنید که هر کدوم اینها توی هر گام مقدار خودشون رو به پروسسورهای بغلشون ارسال میکنن. حالا من اومدم اینجا لینک رو در واقع یک جهته حلقه رو در نظر گرفتم که لینک هایی که اینا دارن همه یا به صورت ساعت کرد یا حالا پاد ساعت کرد میتونه باشه. حالا شما میتونید دو جهته در نظر بگیرید، چون سوال اینجا هیچ محدودیتی اعمال نکرده. ما برای اینکه سخت‌ترش بکنیم اینجا لینک ها رو یک طرفه گرفتیم. فرض بکنید که ما چنین معماری رو اینجا داریم که اینا به صورت یک طرفه با هم دیگه در ارتباطن. الگوریتممون رو اینجوری تعریف می‌کنیم که هر پروسسور مقدارش رو توی هر استپ، می‌دونید که اینا به صورت سینکرونایز دارن با هم دیگه ارتباط می‌گیرن و اصطلاحاً لاک استپ هستن، یعنی گام‌های متوالی به صورت سینک شده اینها با هم دیگه انجام میدن. پس توی هر استپ هر پروسسور مقدار خودش رو برای پروسسور بعدی ارسال می‌کنه و اینها باید بدونن که تعدادشون n تاست. پس n تا استپ طول می‌کشه تا این مقدار هر پروسسور به تمامی پروسسور دیگه، به n منهای یک تا پروسسور دیگه برسه. پس تعریف می‌کنیم که الگوریتم ما توی n تا استپ انجام میشه. توی هر استپ هر پروسسور مقدار خودش رو برای بقیه ارسال می‌کنه. حالا زمانی که مقداری رو دریافت می‌کنه یک پروسسور، به در واقع مقدار رو بررسی می‌کنه. اگر یک باشه که خب هیچ اتفاقی نمی‌افته. منتهی مراتب اگر صفر باشه، اینجا باید یه تغییری اتفاق بیفته. از اونجایی که هر پروسسور صرفاً یه دونه مقدار صفر اگر دریافت بکنه، این به این معنی هست که کار تمومه و اند این مقدار بیتا باید صفر بشه. به محض اینکه اولین صفر رو دریافت کرد، خروجی صفر رو برای خودش در نظر میگیره و همون مقدار صفر رو دوباره پاس میده به پروسسورهای دیگه که اونها هم در واقع با خبر بشن. میتونیم الگوریتممون رو بهینه‌تر هم بکنیم، یعنی خب زمانی که یک پروسسور مقدارش یکی، لزومی نداره که میخواد مقدارش رو ارسال بکنه. پس الگوریتممون رو میتونیم به این شیوه تغییر هم بدیم که پروسسورهایی که مقدار صفر دارن، مثلا فرض کنیم این پروسسور اگر مقدارش صفر باشه، مقدار خودش رو تو هر استپ، در واقع استپ اولیه برای پروسسور بعدی ارسال میکنه و خروجیش هم از همین اول در واقع صفر در نظر میگیره. پروسسور بعدی زمانی که صفر رو دریافت میکنه، خروجیش رو صفر تنظیم میکنه و دوباره این صفر رو پاس میده به پروسسور بعدی. اگر n تا پروسسور داشته باشیم، توی n گام این پروسسور آخر هم در نهایت این از این صفر با خبر میشه و در گام انتهایی همه اینها خروجیشون رو در انتها منتشر میکنن، یا حالا به هر حال به دست آوردن حاصل مورد نظرمون. خب الگوریتم ما اینجا الگوریتم ساده‌ای بود همونطور که مشاهده کردید و صفر این نکته که پروسسورها باید تعداد خودشون با خبر باشن و غیر از این نمیشه الگوریتمی داد، شاید یکم میتونه چالش ایجاد بکنه. اما بخش B سوال خب یکم جذابتر هست و نیاز به دقت بیشتری داشته، شاید یکم پژوهش و مطالعه بیشتر. با هم دیگه بخش B رو بخونیم ببینیم که بخش B سوال چی داره میگه. میگه که چنانچه هر پردازنده یک عدد دلخواه رو نگهداری کنه. یعنی برخلاف بخش الف، اینجا دیگه مقدار بیتی نیست، هر کدوم یه عدد دلخواه رو دارن نگهداری میکنن و با فرض هم میگیریم که، یعنی
به صورت ایمپلیسیت اینجا مشخصه که خب لینک های ما هم میتونن یک عدد رو دیگه اینجا به صورت یک جا انتقال بدن، نه یک مقدار بیت. و حالا میبینیم که در ادامه الگوریتمی هم که ما میخوایم معرفی کنیم یک کوچولو هم پار از این فراتر میذاره، چون حالا سوال برای ما محدودیتی نذاشته و در نظر میگیره که چند تا عدد هم بتونن با هم دیگه حتی ارسال بشن. میگه چنانچه هر پردازنده یک عدد دلخواه رو نگهداری بکنه با فرض اینکه هر پردازنده یک شناسه یکتا داشته باشه، یعنی برخلاف بخش الف دیگه پردازنده‌هامون انونیموس نیستن، هر کدومشون یک ایندکسی دارن، یک شناسه‌ای دارن. ما باید یه الگوریتمی ارائه بدیم که بعد از اینکه الگوریتم اجرا شد، اعداد به شیوه صعودی بر مبنای شناسه‌ها مرتب شده باشن، یعنی که بر مبنای اینکه اینها رو ما چطور ایندکس گذاری کردیم، چطور شماره گذاری کردیم، اعداد به شیوه صعودی تو اینها مرتب شده باشن. و برای سادگی بیشتر گفتیم میتونیم فرض کنیم که اعداد تحت نگهداریمون یکتان، حلقه دو طرف است، و همینطور فرض کنیم که هر کدوم از این پردازنده‌ها یک لینک ارتباطی یک طرفه مستقل داره با هر کدوم از همسایه‌های خودش، اصطلاح فول دوپلکسه، همونطور که تو پاورقی هم اومده. الگوریتم رو گفتیم از نظر زمانی با الگوریتم مرتب سازی زوج فرد روی آرای خطی مقایسه بکنیم. ما می‌خوام بیایم ببینیم که آیا ما حالا که اومدیم در واقع توی آرایه دو سر این آرایه رو به هم دیگه متصل کردیم، پردازنده‌های ابتدا و انتهایی رو، آیا میتونیم به یه الگوریتم بهتری برسیم نسبت به اون چیزی که ما توی آرایه خطی داشتیم یا نه. خب الگوریتم‌های مختلفی میشه اینجا ارائه داد روی حلقه، ولی هدف ما اینه که به یه الگوریتمی برسیم که قاعدتاً بهتر باشه نسبت به اون چیزی که ما توی در واقع توی آرایه خطی باهاش مواجه بودیم. خب میدونیم که این حلقه مزیتی داره نسبت به آرایه خطی، اینکه دو پردازنده ابتدا و انتهاش هم با هم دیگه ارتباط دارن و به هم متصلن. خب حالا الگوریتم‌های مختلفی رو ما میتونیم اینجا ارائه بدیم. بیاد از ساده‌ترین‌ها شروع بکنیم تا برسیم اون چیزی که واقعا مد نظر ما و سوال بود. خب میتونیم بگیم که فرض بکنیم که هر کدوم از این پروسسورها یه فضای نامحدودی اینجا در اختیار داشته باشن، یکم حالا غیر واقعیه ولی به صورت تئوری میتونیم اینو در نظر بگیریم، یا دستکم فضاشون به اندازه تعداد پروسسورها باشه، یعنی اگر n تا پروسسور داریم هر کدوم از اینها بتونن n تا عدد رو توی خودشون نگهداری بکنن. تو ساده ترین الگوریتم میتونیم بگیم که همه اینها در واقع بیان عددشون رو برای بقیه ارسال بکنن، یعنی توی n گام متوالی اینها اعدادشون رو هی برادکست میکنن به هم دیگه، و بعد از n گام هر پروسسور تمام این منهای یک مقدار پروسسورهای دیگر رو اینجا در اختیار داره. خب پس توی این گام این اتفاق رقم میخوره. حالا در گام بعدی اینا بیان مشخص بکنن که جایگاه هر کدوم کجاست. شما توی اگر الگوریتم کویک سورت خاطرتون باشه، اونجا توی گام کانکر یه عملیات پارتیشنینگ اتفاق میفته، یعنی شما زمانی که یک آرایه نامنظم از اعداد رو دارید میتونید که یه عدد خاصی رو در نظر بگیرید و بر مبنای اون عدد آرایتون رو پارتیشن بکنید. این با مرتبه خطی قابل انجامه و زمانی که این پارتیشنینگ اتفاق میفته، بعد از اینکه اعداد در واقع بر مبنای اون عدد خاص منظم شدن، یعنی اعداد بزرگتر بعدش و اعداد کوچکتر قبلش قرار گرفتن، جایگاهی که اون عدد الان توش قرار گرفته، خونه از آرایه‌ای که توش قرار گرفته، اون جایگاه انتهایی و رنگ که در واقع اون عدد توی آرایه مربوطه هست، و این با زمان خطی قابل انجامه. پس در گام بعدی هر کدوم از این پروسسورها حالا که هر انتها عدد رو در اختیار دارن، میان در واقع با همین فرآیند پارتیشنینگ، مثلا یه پیوت که همون پیوت مقدار خودشون هست، مقداری که در ابتدا در اختیارشون بوده، میان جایگاه مقدار و ولی خودشون رو مشخص میکنن و رنگش رو پیدا میکنن بین تمام این پروسسورها. در گام بعدی عملیات روتینگ اتفاق میفته و هر کدوم از اینا در واقع در قالب یک پکت ارسال میشن به مقصد مورد نظر. حالا که پروسسور میدونه ولیوی که در اختیارش بوده مربوط به کدوم پروسسور هست، اینو به صورت یک زوج مرتب و در قالب یک پکت ارسال میکنه و اینجا اون فرایند روتینگ اتفاق میفته و پکت ها به مقصد مورد نظر خودشون میرسن، که از اونجایی که اینا ارتباطشون در واقع به این صورت هست که هر پروسسور حداکثر فاصلش از یک پروسسور دیگه n دوم تا هست، اگر n تا پروسسور داشته باشیم، اینم تو n دوم تا گام
انجام میشه و میبینید که تمام اینها در واقع فرآیندها فرآیندهای خطی هست که حالا خیلی دقیق هم بخواید نگاه بکنیم میشه این دوم اون فرآیند اولیه که اطلاعات به هم دیگه منتقل میشه در واقع دیتا کامیونیکیشن، بعد این تا فرآیند پارتیشنینگ که به صورت سکوئنشیال انجام میشد و در نهایت این دوم تا دوباره راوتینگ دیگه این سقف در واقع عملیاتی است که اینجا صورت میگیره، همه هم چون به صورت موازی داره انجام میشه دیگه در حد اکثر دو انتا استپ این عملیات الگوریتم ما به سرانجام میرسه. ولی خب دیدیم که اینجا همچنان این الگوریتم ما ارائه دادیم خطی هست و به نوعی کارآمد نیست نسبت به اون چیزی که ما انتظار داریم، چون اینجا فاصله هر دو پروسسور حد اکثر n دومه و خب ما میخوایم به تلاش بکنیم که به الگوریتم های بهتری برسیم که در واقع مزیت معماری حلقه نسبت به معماری آرای خطی رو نشون بده. خب یه حالت دیگه اینه که همون دوباره الگوریتم زوج فرد رو، یعنی الگوریتم دیگه که میتونیم ارائه بدیم، همون آد ایونت ترانسپوزیشنی که روی آرای خطی داشتیم رو مجدد اینجا میتونیم پیاده بکنیم که دو گام های فرد پروسسورهای فرد به بعدی ارسال بکنن و پروسسورهای زوج به قبلی و توی گام های زوج برعکس باشه، پروسسورهای زوج به بعدی ارسال بکنن و پروسسورهای فرد مقدار خودشون رو به قبلی. ولی خب باز هم این مزیتی نسبت به آرای خطی نداره و خب الگوریتم کارا و کارآمدی به شمار نمیره. الگوریتمی که ما می‌خوایم اینجا راجع به صحبت بکنیم و من سعی می‌کنم که نکات مهمش رو اینجا خدمت شما بگم و ارجاع میدم که اگر دوست داشتید و علاقه داشتید برای درک بیشتر و جزئیات بیشتر به مقاله مورد نظر اشاره بکنید، مال مربوط به مقاله هست از آقایان منصور و اگه اشتباه نکنم شالمن، که این رو میتونید توی وب هم پیدا بکنید، راجع به بحث سورتینگ روی معماری حلقه هست. اگه حالا شما سرچ هم کرده بودید سورتینگ آن رینگ آرکیتکچر، به راحتی این مقاله رو احتمالاً بهش دست پیدا کردید، ولی منم اینو سعی میکنم که حتما یادآوری بکنید که انشالله خدمت شما ارسال بکنم که جزئیات الگوریتم رو خیلی بیشتر پی بگیرید. خب این الگوریتمی که ما اینجا خدمتتون معرفی میکنیم کار این دو بزرگوار هست و جزئیات این الگوریتم رو من تا جایی که توانم باشه خدمت شما عرض میکنم، ولی دیگه اگر میخواید بیشتر راجبش بدونید و به خصوص بحث تایم کامپلکسیتی و اینها رو بخواید دقیق‌تر بررسی بفرمایید، باید خودتون انشالله مطالعه بکنید. تو این الگوریتمی که ما خدمت شما معرفی میکنیم دقیقا بعد از این دوم تا استپ، حالا پایینش رو در نظر بگیریم، این دوم تا استپ الگوریتم به اتمام میرسه و اون سورتینگی که ما مد نظرمون بود انجام میشه. یعنی در واقع به جای اینکه هر کدوم از اینا مقدارشون رو به تمام پروسسورهای دیگه ارسال بکنن و اونا خودشون دوباره یه کاری انجام بدن و دوباره مقدار رو بفرستن یه جای دیگه، ما سعی میکنیم همین طور که این مقادیر داره توی حلقه جریان پیدا میکنه و بین اینها رد و بدل میشه، در واقع به اون حاصل مورد نظر که در واقع حالت سورت شده این حلقه هست ما دست پیدا بکنیم. و خب این دیگه بهینه ترین چیزی که ما میتونیم تو حلقه بهش برسیم، از اونجایی که فاصله همونطوری خدمت شما عرض کردم فاصله هر دو تا پروسسور این دوم تا هست حد اکثر، این الگوریتم دقیقا چیزی است که ما به دنبالش هستیم. خب توی الگوریتم ما هر کدوم از این پروسسورها در ابتدای الگوریتم دو تا پکت آماده میکنن برای ارسال که اینها رو با اگر پروسسور آی مثلا اینجا باشه، اینو با وای آی مثبت و وای آی منفی نشون میدیم که مثبت در واقع در جهت، حالا فرض میکنیم که در جهت ساعتگرد و منفی در جهت پاد ساعتگرد اینها حرکت میکنه. علاوه بر این دوتا پکت هر پروسسور، اینجا اجازه بدید من اینو اینجوری بکنم، هر پروسسور چهار تا مقدار دیگه رو هم توی هر گام داره در واقع گام اول داره ارسال میکنه که اینها توی حلقه به چرخش در میان. یعنی علاوه بر اون دوتا پکتی که داره چهار تا مقدار هم داره اصطلاحاً برادکست میشه که این چهار تا مقدار رو با وی آی مثبت، وی آی منفی که این مقدار وی آی مقداری از اون پروسسور در ابتدا در اختیار داره و وی آی پلاس مثبت و وی آی
وی آی پریم منفی در نظر میگیره. در واقع ولیوی خودش رو یک بار به سمت راست و یک بار به سمت چپ در گام اول ارسال میکنه که به این در واقع این ولیوی ارسالی رو ما با مثبت و منفی اینجا از هم دیگه تفکیک میکنیم. پریم ها اینجا به معنی این هستن که در یک گام با تأخیر ارسال میشن. پس دو تا مقدار دیگه‌ای که اینجا در واقع ما از هم دیگه تفکیک کردیم همون ولیو هستن که به سمت راست و چپ ارسال میشن، منتها یک گام با تأخیر این اتفاق میفته. یعنی در گام اول وی آی و در واقع وی آی پلاس و وی آی مثبت ارسال میشن در جهت‌های هر کدوم، در جهت‌های مشخص شده که گفتیم مثبت میشه مثلا ساعتگرد و منفی پاد ساعتگرد، و در استپ بعدی یعنی با یک استپ تأخیر مجدد همین مقادیر ارسال میشن در جهت‌های مربوطه. این چهار تا ولیو هست که در واقع همشون هم یه ولیو هستن، ولی ما اینجا به صورت چهار تا ولیو متمایز اینها رو نمایش دادیم. و خب دو تا پکت هم داره هر پروسسور ارسال میکنه که هر پکت اینجا من کم ساده تر شده بخوام بگم یه زوج مرتبی هست از اون مقدار وی آی که داشته و یک مقدار دیگه که تحت عنوان فوکوس یا حالا تمرکز، حالا فارسیش هم نکنیم، فوکوس ازش یاد میکنیم. یه مقدار فوکوس حالا با توجه به این چیزی که شما اگر بخواید مطالعه بکنید در واقع اثبات این الگوریتم رو و پیچیدگی زمانیش رو، در ابتدا مقادیر مشخصی رو اتخاذ میکنه. n به اضافه 1/2 هست اگر که i، یعنی در واقع ایندکس i کوچکتر از n^2 باشه، و 3n به اضافه 1/2 هست اگه i بزرگتر از n^2 باشه. این برای پکتی هست که قرار به سمت راست ارسال بشه، یعنی مقدار فوکوس این پکت به این شیوه مشخص میشه. و اگر بخواید راجع به پکت سمت چپ صحبت بکنیم، مجدد اگر i کوچکتر از n^2 باشه اینجا منفی n به اضافه 1/2، و اگر بزرگتر از n^2 باشه میشه n به اضافه 1/2. خب این مقادیر فوکوس هست که اینجا برای اون پکت ها در واقع اینیشیالایز میشه و در همون ابتدای الگوریتم اینجا قرار گرفته میشه. حالا اینا تو مسیر، یعنی این پکت ها که دارن توی مسیر ارسال میشن، این مقدار Fشون مدام داره آپدیت میشه که در ادامه اشاره خواهم کرد که این فرآیند آپدیت به چه صورت داره صورت میگیره. این مقدار مدام آپدیت میشه و دقیقاً مراد اینه که پکت هایی که دارن ارسال میشن بعد از n^2 تا گام که گفتیم در واقع انتهای اجرای الگوریتم هست، اینا برسن به یک پروسسوری که مقدار فوکوس در واقع اون پکت با ایندکس اون پروسسور یکی باشه. یعنی در واقع بگردن اون پروسسوری رو که تمرکز خودشون رو روش گذاشتن پیدا بکنن. و اثبات میشه که از این دوتا پکتی که داره ارسال میشه دست کم یکیش بر اساس اون قواعدی که حالا خدمت شما عرض میکنم در نهایت میرسه به اون پروسسور مورد نظر. خب این پکت هایی که دارن ارسال میشن یه ویژگی دارن، اینکه حالا هر پکت توی هر گام اگر چه ارسال بشه چه توی همون پروسسوری که هست باقی بمونه، یعنی رسیده باشه به مقصدش و همونجا باقی بمونه، فارغ از اینکه در چه مسیری داره حرکت میکنه، یعنی به چپ میره به راست میره یا همونجا ثابت بوده توی اون گام مشخص، این دو تا ولیو جدید رو میبینه. این ولیو هایی که داشتن ارسال میشدن برادکست میشدن و من این سمت چپ اشاره کردم، اینا مدام توی این حلقه در جریان هستن علاوه بر این پکت ها. و این پکتی که داره ارسال میشه چه میگم در مسیر ساعتگرد و چه پاد ساعتگرد حرکت بکنه توی اون استپ خاص و چه ثابت مونده باشه، یعنی به مقصدش رسیده باشه، این دو تا ولیو جدید رو میبینه. یعنی یه پراپرتی دارن که در هر استپ هر پکت دو تا ولیو جدید رو قطعا مشاهده میکنه و یه مقایسه رو با این دو تا ولیو جدید انجام میده، بر مبنای این مقایسه مقدار فوکوس خودش رو به روز رسانی میکنه. قبل از اینکه بگم این چه فرآیندی انجام میشه، یعنی بعد از اینکه این دو تا مقدار جدید رو دید مقدار f چطور آپدیت میشه، شما در نظر داشته باشید که اگه پکت ما اینجا ثابت مونده باشه مثلا توی استپ t، اگه برای استپ t داریم صحبت میکنیم یه استپ خاصی هست، توی استپ t اگر پکت ما اینجا ثابت مونده باشه دو تا ولیو بهش میرسه توی این پروسس، اینا برادکست شدن دیگه دارن دریافت میشه. اجازه بدید من رنگم هم اینجا عوض بکنم، دو تا ولیو در اختیارش قرار میگیره که این دوتا ولیو هست
که اینجا میتونه که در واقع وی جی منهای تی مثبت هست که از این سمت مثلا داره وارد میشه، چون میدونید که مثبت ها داشتن در این سمت در واقع میچرخیدن دیگه به صورت ساعت کرد، و وی جی به اضافه تی در صورت منفی، اونی که به صورت منفی بود ارسال شده بود و در حلقه در حال چرخش هست، از این سمت وارد میشه. یعنی پروسسوری که اگر این پروسسور جی باشه، پروسسوری که تی تا جلوتر از این جی هست، اندیسش تی تا بزرگتر از این هست، ولیویی که به سمت چپ ارسال کرده بود توی استپ تی به این پروسسور میرسه، و پروسسوری که تی تا عقب‌تر بود هم ولیویی که ارسال کرده بود دوباره توی استپ تی به این پروسسور میرسه. پس پکتی که اینجا مونده و در واقع تغییر جان نداده، دو تا ولیوی جدید بهش اینجا میرسه که مقایسه رو اینجا انجام میده. حالا در حالت بعدی ممکنه یک در واقع پکت ما از جی منهای یک اینجا رفته باشه به پروسس جی. مجدد اینجا زمان که میرسه بعد از استپ تی، دو تا ولیوی جدید بهش وارد میشه، دو تا ولیوی جدید میبینه که این دو تا ولیو هر دو تا از این سمت دارن قاعدتا میان، وی جی به اضافه تی منهای یک و وی جی به اضافه تی، که اینجا یه تفاوتی با هم دیگه دارن. اینجا هر دوتا دارن در جهت منفی هستن که دارن حرکت میکنن، منتهی مراتب این ولیوی هست که اینجا پریم داره. چه اتفاقی میفته؟ اون پروسسوری که تی تا جلوتر بود و اون پروسسوری که تی منهای یک تا جلوتر بود، این دوتا ولیوهاشون دقیقا بعد از استپتی در انتهای استپتی به این پروسسور میرسه در جهتی که این پکت ما داره حرکت میکنه. و چرا این اتفاق میفته؟ چون این پروسسور با یک استپ تاخیر مقدار خودش رو مجدد برادکست کرده بود، و پروسسوری که بعد از اون بوده زمانی که به این پروسسور میرسه، در واقع پروسسور تی منهای یک جی به اضافه تی منهای یک رسیده بود، در واقع این دوتا با هم دیگه همراه شده بودن، چون با یک استپ تاخیر مجدد مقدار خودش رو پروسسور جی به اضافه تی منهای یک برادکست کرده بود. پس بعد از استپ تی هر دوی این مقادیر به پروسسور در واقع جی میرسن، و در مسیری که این داره حرکت میکنه مجدد دوتا مقدار ولیوی جدید رو میبینه. در نظر داشته باشید که ولیوهایی که اینجا باید مقایسه رو باشون انجام بده همین ولیوهایی هستن که جدیدن بهش رسیده، چون توی این پروسسور که قرار میگیره خب از سمت چپ هم در جهت ساعت کرد هم داره ولیوهایی به دست پروسسور میرسه، منتها ولیوهایی هستن که قبلا چون در مسیر حرکت پکت ما بودن قبلا مقایسه باشون انجام شده. پس دو تا ولیوی جدید رو میبینه که این دو تا ولیوی هستن که اینجا دارن بهش وارد میشن. و در نظر داشته باشید که این پروسه دیدن ولیوهای جدید و مقادیر جدید تا استپ ان دوم ادامه پیدا میکنه، و بعد از اون خب اگر اینا به چرخششون در واقع بخوان ادامه بدن خب قطعا ولیوهای تکراری میبینن، و از اینجا دیگه شما متوجه میشید که چرا بعد از ان دوم تا استپ در واقع عملیات ما به اتمام میرسه، چون توی هر استپ هر پکت ما داره دو تا ولیو جدید میبینه، و ان دوم تا استپ اگه طول بکشه ان تا ولیو رو این مشاهده کرده، که در واقع کل تعداد ولیوهایی است که ما توی این حلقه مورد نظر در اختیار داشتیم. خب اینجا شما میدونید که در واقع اثبات شد که چرا بعد از ان دوم تا استپ این فرآیند به سرانجام میرسه، و دو تا ولیو جدید که تو هر استپ میبینه باعث میشه که ما تو این دو تا گام بتونیم الگوریتممون رو به اتمام برسونیم. یه چیز دیگه هم بود که اگر از این ورم حرکت بکنه، یعنی اگر دوباره از جی به اضافه یک اگر داره حرکت میکنه به سمت جی، این هم یه حالت دیگه ای بود که پکت ما میتونست بره. خب دوباره دو تا ولیو از این سمت بهش وارد میشن که من فقط اینجا دیگه بنویسم که وی جی منهای تی مثبت هست که در این سمت دارن حرکت میکنن، و وی پریم جی منهای تی منهای یک مثبت. خب اینجا دیگه تقریبا تمام چیزهایی که راجع به این الگوریتم مهم بود و ما باید بهش اشاره میکردیم رو خدمت شما گفتیم، فقط این که مقدار F داره چطور آپدیت میشه. در واقع شهود ما اینه که زمانی که این پکت ها دارن جابجا میشن، مقادیر رو که میبینن هی با مقدار F خودشون مقایسه میکنن. مقادیر اولیه F رو ما به نحوی در نظر گرفتیم که زمانی که این ولیوها رو باشون مقایسه میکنن، اگر مقدار اون پکت، مقدار V اون پکت بزرگتر باشه از هر دو تا ولیو، اینا یه دونه در واقع به مقدار F خودشون اضافه بکنن. یعنی ولیوی که دارن قاعدتا این پکت باید مسیر طولانی تری رو بره، چون دوتا ولیوی که الان باهاشون مقایسه شده
از جفتشون بزرگتر بوده. پس در مسیری که داره طی میکنه، اگر پکت داره به سمت راست میره، در مسیری که داره طی میکنه باید این رو فاصله بیشتری رو طی بکنه، پس یه دونه به افش اضافه میشه. اگر مقایسه که انجام میشه ولیو ما، ولیو اون پکت کوچکتر از هر جفت اون در واقع ولیوهایی باشه که الان دریافت کرده و دیده، پس اینجا یه دونه باید از مقدار اف کم بشه، چون به این معنی هست که خب این توی بازه در واقع پایینتری از اون فرآیند ایندکس گذاری که ما انجام دادیم توی اون محدوده پایینتر و کوچکتر باید قرار بگیره، پس مسیر کوتاه‌تری رو باید طی کنه و این اف اینجا باید کاهش پیدا بکنه. در غیر این صورت، یعنی اگر دوتا ولیوی که اومد هیچ نجفتشون بزرگتر بودن نجفتشون کوچکتر بودن، به عبارتی از یکی کوچکتر و از یکی بزرگتر بود، به مقدار افش دست نمیزنه و مسیرش رو پکت ادامه میده تا سرانجام به جایی برسه که در واقع فوکوسش بود و در همونجا باید متوقف بشه. خب برای اینکه از جزئیات حالا بیشتر این الگوریتم، من تقریبا تمام اون چیزایی که راجع به این الگوریتم نیاز بود که ما بدونیم و برای اینکه متوجه بشیم که چه فرآیندی داره اینجا اتفاق میفته، تا بعد از ان دوم تا استپ در نهایت به حاصل مورد نظر که سورت شده این مقادیر روی معماری حلقه هست برسیم، من تمام نکات مورد نظرش رو ذکر کردم. مقاله رو انشاءالله براتون قرار میدم که اگر تمایل داشتید این رو مطالعه بفرمایید. حالا الگوریتم های مختلفی هست که روی معماری حلقه برای سورتینگ ارائه شده، این یکی از شاید ساده ترین هاش هست که خب با یه سرچ معمولی هم شما این رو به راحتی میتونید توی گوگل پیدا بکنید. الگوریتم معروفی هست و جزء پرسایت ترین ها هست به نوعی توی معماری حلقه، بحث سورتینگ توی معماری حلقه. خب این سوال سومتون بود، انشاءالله توی ویدیوهای بعدی ما راجع به سوالهای بعدی بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. خب اجازه بدید که راجع به مسئله 4 صحبت بکنیم، محاسبات روی معماری باینری تری. که خب شما این الگوریتم دیدید، الگوریتم سورتینگ رو توی کتابای دکتر پرهامی بخش 2 و 4 قبلا دیده بودید که حالا فازهای آپوارد و داونوارد داشت و اونجا با زمان خطی ما در واقع عملیات سورت رو انجام میدادیم. منتهی مراتب ما توی حالا شما باینری تری، من اینجا به شکلش هم بخوام بیارم، شما توی باینری تری خب مشاهده میکنید دیگه یه سری از در واقع عملیات ها رو ما اینجا میتونیم با زمان لگاریتمی انجام بدیم، از اونجایی که به عبارت قطر این معماری 2log(n) هست دیگه، یعنی بیشترین فاصله‌ای که دوتا پروسسور با هم دیگه دارن 2log(n). حالا اگه کامل باشه، اگه نه که این شکلی. و چیزی که ما انتظار داریم اینه که خب شاید بتونیم به یه الگوریتمی برسیم که زمان کمتری بخواد نسبت به اون چیزی که الگوریتمی که توی کتاب معرفی شده، یعنی شاید بتونیم ما واقعا با زمان لگاریتمی به صورت پارالل سورتینگ رو روی این معماری انجام بدیم. و یه الگوریتم اینجا پیشنهاد شده که قصدش این هست که این کار رو انجام بده، چون ما میدونیم که عملیات برادکستینگ طبق توصیفی که توی کتاب آقای دکتر پرهامی تو همین بخش روی معماری باینری تری داریم، این در واقع فرآیند برادکستینگ اینجوریه که یک برگ در واقع مقدار خودش رو یا پیام خودش رو به ریشه منتقل میکنه و ریشه از اون بالا اینو برای همه ارسال میکنه و این در زمان لگاریتمی انجام میشه و حداکثر 2log(n) دیگه این طول میکشه تا به یک پروسسور دیگه برسی که اگر برگ باشه دقیقاً 2log(n) زمان میبره. و ما با بهره گیری از این قصد داریم که در واقع الگوریتمی که اینجا معرفی شده رو به نوعی ریفاین بکنیم، جزئیاتش رو ارائه بدیم و آنالیزش بکنیم که ببینیم از نظر زمانی با الگوریتمی که قبلا توی کتاب دیده بودیم چقدر متفاوت است، آیا بهتر شده یا نه. در واقع ما اینجا یه برادکست تنها میدونیم که زمانش لگاریتمیه، اما چیزی که سوال به ما میگه، میگه all to all broadcasting، یعنی تمام این برگ ها مقدارشون رو برای تمام برگ های دیگه ارسال بکنن، بعد هر برگی رنگ مقدار خودش رو بین تمام مقادیر دیگه پیدا بکنه، که این میدونیم با دست کم این یه تیکه ما میدونیم که خطیه، پس همین یه تیکه کافیه که ما متوجه بشیم که الگوریتم ما دست کم در واقع زمانش حداقل به همون زمان الگوریتم کتاب هست، شاید حتی بدتر، که این شاید حتی بدتر رو دقیقا به وقوع میپیونده و این الگوریتم اینجا
ارائه میشه واقعا اپتیمال نیست. دلیلش هم خب توی همون کتاب بررسی شده بود دیگه. شما اگر بحث بایسکشن ویت رو مطالعه بکنید میبینید که توی معماری در واقع آرایه‌ای تمام این اندوتایی که اینور هستن به هر حال در بدترین حالت ممکنه که اگر اینا بخوان سورت بشن، این اندوتای بزرگتر همه سمت چپ توی زیر شاخه سمت چپ قرار گرفته باشن و همین که اینا بخوان منتقل بشن به اینجا، از اونجایی که بایسکشن ویت این یک هست، تمام اینا دونه به دونه باید برن اینجا و برن به سمت دیگه در واقع این درخت. پس ما کم کم زمان خطی احتیاج داریم برای اینکه فرآیند سورتینگ رو توی باینری تری بخوایم انجام بدیم. ولی حالا این الگوریتمی که اینجا ارائه داده رو اجازه بدید با هم دیگه آنالیز بکنیم، ببینیم که وقتی آل تو آل برادکاستینگ اتفاق میفته چی باعث میشه که زمان ما و در واقع از حالت اپتیمال ما خارج بشیم و الگوریتم ما خیلی بهینه نباشه. خب فرآیند برادکاستینگ اینجوریه که همونطور که تو کتابم تعریفش رو میتونید مشاهده بکنید، توی معماری باینری تری این شکلی است که خب اینا همه رو میفرستن به ریشه و ریشه از اونجا این رو به پایین ارسال میکنه. خب تو هر لول وقتی که اینا دارن بالا میفرستن، دو تا هر کدوم اینا دریافت میکنن. چیزی که باید در نظر داشته باشید اینه که از اونجایی که این در واقع الگوریتم رو باید با الگوریتم کتاب مقایسه بکنید، شما نمیتونید که لینک ها رو اینجوری در نظر بگیرید که بتونه دو تا یا بیشتر ارسال بکنه، که اگر این اتفاق بیفته توی زمان لوگاریتمی، حالا با فاکتور گرفتن از اون استپ دوم، گام دوم، توی زمان لوگاریتمی دست کم فرآیند برادکاستینگ قابل انجام میشه، چون تمام اینها میتونن در واقع توی هر لول یه تعداد خوبی رو بالا بفرستن و زمانی هم که به ریشه میرسن در واقع ریشه همه دیتاها رو یه جا به پایین ارسال بکنه. ولی از اونجایی که این قرار با کتاب مقایسه بشه، با الگوریتم کتاب، و توی الگوریتم کتاب توی اون فاز آفوارد و دانوارد هر کدوم صرفا یه دونه دیتا رو میتونن منتقل بکنن، ما اینجا صرفا کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم در نظر بگیریم، از اونجایی که اون در واقع الگوریتم کتاب هم محدودیت رو این ماجرا نذاشته بود، در نظر بگیریم که هر کدوم از این نودها دست کم میتونن این تا دیتا رو نگه دارن که این دیتا ها اینجا در واقع انباشته بشه و سرانجام به بالا ارسال یا مثلا به پایین یا بالا ارسال بشه. پس در نظر میگیریم که هر کدوم از اینا دارن دیتا هاشون رو به سمت بالا ارسال میکنن و تو هر لول خب از یه سری دیتا دیگه اضافه دارن و تصمیم میگیرن که کدوم رو ارسال بکنن، مثلا یه دونه رو انتخاب میکنن و توی هر لول خلاصه زمانی که اینا به بالا ارسال میشن، دو تا دیتا دست هر پروسسور میرسه، دو تا ولیو دست هر پروسسور میرسه. حالا کاری که این باید انجام بده اینه که زمانی که اینو دریافت کرد، حالا این رو بگیره و دونه به دونه اینجا باید به پایین ارسال بشه. چرا؟ چون مقداری که الان به دستش رسیده باید به دست تمام سایر برگ‌ها برسه. پس این رو باید دونه به دونه به پایین ارسال بکنه تا این به تمام برگ‌ها برسه. پس اینها در واقع با این نرخ دو برابر اینجا ذخیره میشن نسبت به اون چیزی که داره اینجا دونه به دونه این پایین ارسال میشه. خب اولین دیتا چقدر طول میکشه برسه به بالا؟ لوگ ان تا طول میکشه تا دوتا دیتای اول به ریشه برسن و از اونجا به بعد توی هر استپ در واقع دوتا دیگه این بالا اضافه میشه. متمرکب دیگه نیازی نیست که ما اینو در نظر بگیریم، چون اون استپی که اینو داره به پایین ارسال میکنه در واقع سایه میندازه روی تمام استپ‌های دیگه، چون نرخ اضافه شدن اینها بیشتر از نرخ در واقع ارسالشون به پایین و زمانی که این پایین طول میکشه تا اینا ارسال بشن غلبه میکنه به تمام چیزی که در واقع اون بالا هست. و ما فرض میگیریم زمانی که این دیتا ها میخوان از ریشه ارسال بشن، یعنی ریشه رو مبنا قرار میدیم، کاری نداریم اینا چقدر طول میکشه به بالا برسن، حالا لوگ ان تا طول میکشه، ولی که همشون نرسیدن دیگه مهم نیست، چون بعد از این لوگ ان تا زمانی که اینا دونه دونه شروع میکنن به پایین رسیدن، هر وقت یه دیتا میخواد ارسال بشه با توجه به نرخی که اینجا دیتا ها میرسن، از قبل این دیتا رسیده و ذخیره شده و انجام که اینا به طور پارالل دارن انجام میشن، دیگه به این جنبه کار ما توجه نمی کنیم و زمانش رو لحاظ نمی کنیم. ولی اون زمانی که دیتا همه اون بالا هستن و دونه دونه دارن ارسال میشن، خب لوگ ان تا طول میکشه تا اینا در واقع برسن به پایین درخت. منتهی مراتب توی هر استپ در واقع این داره به سمت پایین ارسال میشه، یه دونه دیتای جدید داره به سمت پایین ارسال میشه، چون در واقع اینا به صورت موازیه دیگه، یعنی دیتای اولی که از اون بالا ریشه ارسال میکنه به پایین، دیتای بعدی توی استپ بعدی دقیقاً فرآیند ارسالش
انجام میشه. پس n تا دیتا که اون بالا هستن توی n تا استپ، اینها در واقع n به اضافه لوگ n تا استپ که این دیتا اول هم بخواد برسه، به طور تقریبی میشه گفت که توی زمان خطی اینا میرسن به این نودهای پایینی. پس n تا اینجا به طور تقریبی، حالا تتای n بزنم چون خیلی هم دقیق راجبش صحبت نکردیم، میتونیم بگیم که کل این تتای n به سرانجام برسه. یعنی دیگه از لوگ ها ما اینجا بیایم صرف نظر بکنیم. خب حالا در مرحله بعدی باید طبق اون چیزی که سوال به ما میگه رنگ رو اینها بگردن پیدا بکنن. رنگی که اینها میخوان پیدا بکنن همون چیزی است که ما توی مسئله سوم بهش اشاره کرده بودیم که اونجا کویک سورت رو مثال زدیم، گفتیم که گام در واقع دیوایدش یه فرآیند پارتیشنینگ داشت توی حالت سیکوئنشیال که اونجا بر مبنای یه پیوتی اینها پارتیشن می‌کردن. اینجا پیدا کردن رنگ هم دقیقاً همین هست، یعنی اینکه بدون جایگاه اون ولیویی که داره بین تمام این ولیوهای دیگه چی هست. هر پروسسور دیگه اینجا نیازی نداره تا کل مقادیر رو مرتب بکنه، صرفا رنگ ولیو خودش رو پیدا بکنه که این تو زمان خطی هم قابل انجامه کفایت میکنه. پس اینجا هم دوباره با تتای n اینا رنگ خودشون رو پیدا میکنن. پکت راوتینگ هم اینجا در بدترین حالت مثل برادکاستینگ دیگه، یا شاید حالا روش‌های بهینه‌تری هم وجود داشته باشه بر حسب اینکه در واقع این پکت رو بخواد هر پروسسور به کجا بفرسته، ولی زمانی که میخواد ارسال بکنه اینی که یه زوج مرتب درست میکنه از ولیوی خودش و رنگ اون ولیو، مثلا آر وی بخوایم بگیم، رنگ اون ولیو و این رو ارسال میکنه به بالا که در واقع حالا با هر الگوریتمی اون چیزی که توی کتاب دکتر پرهامی نوشته، ولی دیگه حد سقفش حداکثر میتونه n باشه یا شاید حتی حالا الگوریتم بشه ارائه داد که بهترم باشه، ولی چیزی که هست اینه که این تتای n اینجا داره سایه میندازه روی تمام این فرآیندهایی که داره اینجا انجام میشه، دست کم توی استپ اول و دوم این اتفاق میفته. پس چیزی که ما می‌خواستیم بهش برسیم یعنی الگوریتمی که بتونه تو زمان لوگاریتمی این کار رو انجام بده و عملیات سورتینگ رو انجام بده، با اینجا شکست مواجه میشه الگوریتمی که ما اینجا آنالیزش کردیم و همونطور که مشاهده کردید دقیقا مثل کتاب اون الگوریتمی که تو کتاب دکتر پرهامی دیده بودیم با مرتبه زمانی خطی این فرایند داره انجام میشه و بهتر از این هم نمیتونیم برسیم، که استدلال هم کردیم با توجه به اینکه بای سیکشن ویت این باینری تری یک هست و تمام این ولیو ها ممکن از یک زیر درخت بخوام برم به زیر درخت دیگه، این از زمان خطی بهتر ما نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. این جواب مسئله چهارم تمرین دوم شما. انشالله تو ویدیوهای بعدی راجع به سایر سوال ها هم صحبت خواهیم کرد. دوستان خب مسئله پنجم راجع به شناسایی دنباله دارای جمع پیشینه، در واقع زیر دنباله دارای جمع پیشینه یا ماکسیمم سام ساب سیکونس، که میگه اگه یه برداری داشته باشیم شامل این تا عدد صحیح یعنی علامت دار مثبت و منفی، میخوایم اندیسای یو و وی رو ما به نحوی پیدا کنیم که جمع مقادیر از یو تا وی بیشترین مقدار ممکن رو بین تمام حالت‌های ممکنش داشته باشه. خب این مسئله یکی از مسائل خیلی معروف و شناخته شده هست. اینجا میخوایم ابتدای نسخه سکوئنشیال در واقع ارائه بدیم و راجع به صحبت بکنیم و بعد یه نسخه پارالل ارائه بدیم که بتونیم تا مفاهیمی که تا اینجا راجع به پیرم و دنیای پارالل یاد گرفتیم رو توش جمع‌بندی بکنیم و از اون استفاده بکنیم تا به یه الگوریتم کارآمد برسیم. خب برای اینکه ابتدا ما میخوایم با مسئله خیلی بیشتر آشنا بشیم، اون بخش سکوئنشیال رو ما پیگیری میکنیم و الگوریتمش رو ارائه میدیم. فرض کنید که الگوریتم ما این شبه کدی باشه که من اینجا خدمت شما نوشتم، روی مثالی که این پایین آوردم قراره این شبه کد رو توضیح بدیم و در واقع به طور شهودی بررسی بکنیم که خیلی بهتر اینو متوجه بشید. حالا الگوریتمش هم شبه کدش بالا هست و لول به لول ما اینها رو بررسی میکنیم و در واقع پیاده سازی میکنیم. خب الگوریتم ما به این شیوه کار میکنه که کل آرایه رو یه بار پیمایش میکنه. اگه خاطرتون باشه سوال از ما خواسته بود که الگوریتم ما زمان خطی داشته باشه و این الگوریتم دقیقاً چنین هست، یعنی اینکه یک بار کل آرایه رو پیمایش میکنه و در انتهای این پیمایش ما مشخص کردیم که ماکسیمم سام ساب سیکونس از کدوم اندیس آرایه تا کدوم اندیسش هست. حالا ممکنه در واقع تعداد زیادی یعنی بیش از یکی ما
زیر دنباله داره جمع بیشینه داشته باشیم، یعنی مجموع یه تعداد از اینا برابر شه و بیشترین مقدار باشه، منتها یکیش رو الگوریتم ما پیدا میکنه در نهایت و به ما ارائه میده، اولی که در واقع پیدا بکنه، و همین برای ما کفایت میکنه که بدونیم کدوم زیر دنباله، یعنی یکی از این زیر دنباله های بیشینه کدوم هست، از چه اندیسی تا چه اندیسی و مقدارش چه مقداری هست. خب همونطور که خدمت شما عرض کردم، این یه پوینتری اینجا قرار گرفته که از اینجا شروع میکنه و از خونه در واقع این حلقه فور این ما هست که از خونه یک شروع میکنه تا n منهای 1 که خونه صفر هم اینجا دیگه بررسی نمیکنه، چون همون ابتدا که میخوایم در واقع الگوریتم اجرا بکنیم یه سری اینیشیالایزیشن انجام میدیم با همین مقدار خونه صفر که من اینجا دیگه نیاوردم توی شبکه کد، ولی اینجا زمانی که میخوام الگوریتم اجرا بکنیم خدمت شما عرض میکنم. دو تا پوینتر دیگه هم هستن، یو و وی، که اینا همون چیزایی هستن که توی سوال گفته شده، قراره که ابتدا و انتهای زیر دنباله جواب ما رو بهمون نشون بدن و همزمان دو تا مقدار هم داره هم در واقع در طول اجرای این حلقه نگهداری میشه، یکی رایت اند ماکسیمم و یکی گلوبال ماکسیمم، ما اسمشون رو گذاشتیم. رایت اند ماکسیمم و گلوبال ماکسیمم چی میگن؟ میگن که اگر حالا این پوینتر به فرض الان رسیده به خونه شماره 3 که الان داخلش مقدار 4 داره نگهداری میشه، رایت اند ماکسیمم میگه بیشترین در واقع زیر دنباله ای که انتهاش این خونه ای باشه که ما الان درش قرار گرفتیم، یعنی یه زیر دنباله ای که انتهاش ختم بشه به این، بیشترینش رو رایت اند ماکسیمم داره برای ما مجموعش رو نگهداری میکنه. در واقع هر بار ما یه خونه یه خونه که جلو میریم، میایم با اضافه کردن این خونه جدید به حالتهای قبل رایت اند ماکسیمم رو ما اینجا شناسایی میکنیم و هر زمان که این رایت اند ماکسیمم از گلوبال ماکسیمم بیشتر بشه، گلوبال ماکسیمم رو میایم قبلی رو فراموش میکنیم و این رایت اند ماکسیمم رو جای گلوبال قرار میدیم. پس گلوبال ماکسیمم داره میگه از اینجایی که ما شروع کردیم تا اینجایی که الان رسیدیم، یه زیر دنباله‌ای که جمع بیشینه داره مقدارش چقدر هست، این گلوباله. مثلا ممکنه این دوتا بوده باشه که الان مثلا واقعا همین دوتا هست. منتهی مراتب رایت اند ماکسیمم میگه زیر دنباله‌ای که خونه آخرش الزاما همون خونه‌ای باشه که ما الان تا اینجا بهش رسیدیم و با پوینتر ایکس داره مشخص میشه. پس این فرق رایت اند ماکسیمم و گلوبال ماکسیمم که دارن برای ما دوتا مقدار رو نگهداری میکنن. در واقع رایت اند ماکسیمم یه کاندیدایی هست برای اینکه تبدیل بشه به گلوبال ماکسیمم. و خب زمانی که ما دیگه کل این آرایه رو پیمایش بکنیم و به انتها برسیم، گلوبال ماکسیمم داره میگه که اون جمع بیشینه زیر دنباله‌ای که ما اینجا یو وی دارن به ما نشون میدن چی هست و این میشه پاسخ نهایی مسئله ما. خب حالا اجازه بدین که ما این الگوریتم رو اجرا بکنیم. من در خلال اجرای این الگوریتم به شما توضیح بدم که اینجا داره چه اتفاقی میفته. فرض کنید که x اینجا در واقع قرار گرفته، u و v رو ما روی خونه صفر آرایه مقدار دهی میکنیم، رایت اند ماکسیمم و گلوبال ماکسیمم هم همون مقدار خونه صفر انشالله میکنیم، همونطور که خدمت شما گفته بودم. حالا تو این کد من اینجا دیگه ذکر نکردم. خب هر بار که این حلقه اجرا میشه، یعنی از خونه شماره 1 تا خونه n منهای 1 که خونه آخر هست، هر بار که این حلقه اجرا میشه دو تا if باید چک بشه، یک if else و این پایین هم یه دونه if دیگه. if اول چی میگه؟ if اول میاد مقدار رایت اند ماکسیمم رو میگه آیا این مقدار مثبت هست یا نه. اگر مثبت بود مقدار خونه جدید رو که گفتم ما این رو با نیونام نشون میدیم، یعنی نیونام داره اون خونه رو نمایندگی میکنه که پوینتر x داره بهش اشاره میکنه که من اینجا رنگیش هم کردم، میگه مقدار خونه جدید رو جمع بکن با رایت اند ماکسیمم. میگه رایت اند ماکسیممت اگر یه مقدار غیر صفر، این خونه جدید رو بهش اضافه بکن. خب یعنی ارزشمنده که خونه جدیدمون رو ما در واقع اضافه بکنیم به مقدار قبلی که داشتیم، کاندیدای جدید رو ما اینجا به وجود بیاریم. منتهی مراتب میگه اگر مقدار رایت اند ماکسیممت در واقع زیر صفر منفیه، اینجا دیگه میگه اینو ولش کن، یعنی چون این رو هر چقدر با مقادیر بعدی جمع بکنی داره اون مقادیر رو کمتر و کمتر میکنه چون مقدارش منفی هست. پس میگه این مقدار رایت اند ماکسیمم که تا اینجا جمع آوری کرده بودی رو ول کن، این خونه جدید رو نیونام رو به عنوان رایت اند ماکسیمم جدیدت در نظر بگیر و بلا فاصله بیا یه متغیر نیو آی که
در واقع داره نمایندگی میکنه یو جدید ما، نیو یوی که داره نمایندگی میکنه یو جدید ما چی باشه رو، مقدار اندیس فعلی رو که اینجا حلقه 4 مربوط به حلقه 4 است، مقدار اندیس فعلی رو تو اینجا دارم با x نشون میدم، حالا خوبی که با اینجا با i نشون بدم واقعا اینو، مقدار i رو برس توی نیو یو که نیو یو بعدن توی حلقه در واقع توی شرط 4 بعدی توی استراکچر ایف بعدی اینجا قرار بررسی بشه و اگر در واقع نیازی بود این نیو نیو یو رو بریزه توی مقدار فعلی یو. پس گفتیم دو تا ایف داریم اینجا، یعنی دو تا ایف استراکچر داریم اینجا، ایف استیتمنت داریم اینجا که توی اولی میاد بررسی میکنه مقدار رایت اند ماکسیمم که تا اینجا داشتیم آیا مثبت یا منفی، صفر یا مثبت یا حالت دوم میشه منفی. اگر نامنفی باشه میاد مقدار خونه جدید رو بهش اضافه میکنه، اگر منفی بود رهاش میکنه، مقدار خونه جدید رو به عنوان رایت اند ماکسیمم در نظر میگیره. اندیس این رو یعنی آی رو به عنوان یه پارامتر توی نیو یو که متغیری هست که بعداً قرار ازش استفاده بکنیم نگهداری میکنه که میگه فعلا داشته باشین که من دارم یه در واقع یک زیر دنباله جدیدی رو ایجاد میکنم، یعنی قبلی رو تا هر چقدر که اومده بود ریختم کنار چون در نهایت منفی شد و الان دارم یه دونه جدید رو شروع میکنم. اگر این به گلوبال ماکسیموم که تا اینجا داشتم غلبه کرد یعنی بیشتر بود، این نیو یو رو میریزم توی پوینتر یو و یو رو در واقع میکشمش جلو. ببینیم همین پایین الان این رو اجرا بکنیم. توی ایف دوم میگه آیا رایت اند ماکسیموم از گلوبال ماکسیموم بزرگتر هست یا نه. من اینجا هم خدمتتون بگم دیگه زمانی که اینو بررسی کردیم در واقع خود ایف اجرا شد، السش اجرا نشد چون این مقدار رایت اند ماکسیموم مثبت بود، پس این 5 با 3 جمع میشه، مقدار رایت اند ماکسیموم جدیدمون میشه 8. حالا ایف دوم اجرا میشه و اینجا میگه که آیا مقدار این از مقدار گلوبال بزرگتر هست یا نه، که بزرگتره، پس این اینجا بروز میشه و مقدار یو مساوی با نیو یو قرار داده میشه که چون نیو یو تا الان صفر بوده هیچ تغییری توی یو اتفاق نمیفته. مقدار وی میشه مقدار فعلی آی، یعنی میگه وی رو بیار جلو، من الان یه زیر دنباله جدید دارم اینجا به وجود میارم که الان وی میاد اینجا قرار میگیره و زیر دنباله یو تا وی الان ماکسیمومی هست که من فعلا پیدا کردم. اینجا میبینید که گلوبال ماکسیموم و رایت اند ماکسیموم بر هم دیگه منطبق شدن، یعنی طبق اون تعریفی که من در ابتدا خدمت شما ارائه دادم راجع به این دو، الان این دو بر هم دیگه منطبق هستن، یعنی کاندیدای جدیدی که داریم همون کاندیدایی است که انتخاب کردیم تا الان. خب حالا دوباره آی حرکت میکنه میره روی ولیو بعدی قرار میگیره. اینجا دوباره در واقع ایف استیتمنت اول میگه آیا رایت اند ماکسیموم مثبته، که اینجا 8 دیگه مثبت، میگه اگر مثبته این رو مقدار جدید رو بهش اضافه کن. درسته مقدار جدید این رو داره کم میکنه چون منفیه، ولی فعلا چون این رو وارد دنیای منفی ها نمیکنه و صرفا روی 6 اینجا ما متوقف میشیم، روی حلقه بعدی فعلا تأثیری نداره، یعنی دور اجرای بعدی حلقه 4 تا زمانی که این در واقع رایت اند ماکسیموم واقعا وارد بازه منفی ها بشه. پس این رو اضافه میکنه و بعد ایف دوم اجرا میشه که میگه رایت اند ماکسیموم از گلوبال ماکسیموم بزرگتر هست، که نیست چون ما اونجا یه 8 داشتیم اینجا یه 6 داشتیم، یعنی به 6 رسیدیم، پس این رو جایگزین نمیکنه، همچنان ما گلوبال ماکسیمممون از 5 تا 3 هست، منتهای مراتب رایت اند ماکسیمممون الان شده از 5 تا منفی 2، یعنی یه کاندیدای اینجا داره که فعلا گلوبال ما متضاده، یعنی مخالفه چون گلوبال بیشتر از رایت اند ماکسیموم بود. ممکنه توی گام بعدی ما یه عددی ببینیم که رایت اند ماکسیموممون مثلا 6 رو یهو برسونه به لول مثلا 15 که این 15 به 8 غلبه بکنه و در واقع این بروز بشه، که یه چنین اتفاقی واقعا اینجا داره میفته. اصلا اجازه بدید که ما این رو ادامه بدیم. این آی وقتی که میاد روی بعدی قرار میگیره اینجا مقدار 4 رو داره، 4 با 6 جمع میشه، در واقع این خود این دن اجرا میشه اینجا چون همچنان مثبته، این میشه 10، زمانی که دومی اینجا میخواد در واقع اجرا بشه میگه رایت اند ماکسیموم به گلوبال غلبه میکنه، پس این هم اینجا بروز میشه و اینجا یو و وی مقدارهای جفتش باید بروز رسانی بشه. یو همچنان گفتم نیو یو همچنان صفره چون تنها جایی که آپدیت میشه تو این حلقه السه،
اینجا آپدیت میشه و هیچ وقت تا الان این حلقه هنوز اجرا نشده، چون رایتن مکس ما هیچ وقت هنوز منفی نشده. پس یو همونجوری ثابت میمونه، ولی وی این بار دیگه میاد دوباره جلوتر، یعنی این خط در واقع این استیتمنت اجرا میشه، وی میاد مقدار آی رو به خودش میگیره. خب این تا اینجا، یعنی الان یه گلوبال مکسیموم جدید داریم که مجموعش میشه 10. 5 و 3 8 6 و 4 میشه 10. خب حالا دوباره آی یه دونه میره جلوتر و میرسه به منفی 6. دوباره این حلقه فورک اجرا میشه، میرسیم به ایف استیتمنت اول که اینجا میگه 10 رو باید با منفی 6 جمع کنی بشه 4، و از اونجایی که این کمتر از در واقع مقدار گلوبال هست دومیه اجرا نمیشه و میریم دوره بعدی اجرای حلقه. اینجا یه اتفاقی میفته، برای اولین بار ما رایتن مکسیموممون منفی میشه. رایتن مکسیموم الان از همین ابتدا رو گرفته تا اینجا اومده و یه گلوبال هم داریم که 4 تا خونه اوله. رایتن مکسیموم اینجا میشه در واقع منفی 5 رو میخواد اضافه بکنه، چون این دوباره بخش اول حلقه یعنی دنش، بخش اول ایف استیتمنت یعنی دن اجرا میشه، 4 رو با منفی 5 جمع میکنه میشه منفی 1. حالا توی دوره بعدی اجرای حلقه 4 زمانی که ما به این در واقع ایف استیتمنت برسیم، اینجا دیگه بخش الس اجرا خواهد شد، چون رایتن مکسیموم ما منفی شده. و حالا بذارید اینم ببینیم که چطور این اتفاق میفته. اینجا قطعا دومی هم اجرا نمیشه چون کوچکتر شد، اصلا منفی شد، و زمانی که این آی برسه به اینجا برای اولین بار این حلقه در واقع این بخش الس اجرا میشه توی دور بعدی اجرای حلقه 4، و اینجا میاد رایتن مکسیموم برابر با نیونام قرار میگیره، یعنی میگه مقدار قبلی رو بریز دور چون دیگه منفی شده، هر چقدر جمع بشه هی داره مقدار مکسیموم در واقع مقدار سام ما رو هی داره کوچکتر میکنه، پس بریزش دور و اینجا 1 رو به جاش قرار بده، یعنی مقدار جدید رو. و میگه آی رو هم اینجا بریز توی متغیر نیو یو. برای اولین بار دیگه نیو یو الان یه مقدار گرفت که این برابر در واقع آی هست. مثلا آی اینجا چنده؟ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 هست. اینجا 6 رو برای خودش ذخیره میکنه تا سری بعد که بخواد آپدیتش بکنه. در نظر داشته باشید که یو بلافاصله نمیاد آپدیت بشه اینجا قرار بگیره. میدونید این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون گلوبال مکسیموم ما همچنان همون بازه 4 تا خونه اول هست. ما الان مجموعه رایتن مکسیمومون 1 و گلوبال مکسیمومون 10. پس دلیل نداره گلوبال رو بخوایم فعلا آپدیت بکنیم، مگر اینکه در ادامه اتفاقی بیفته و این در واقع خیلی بیشتر بشه، که اینجا این نیو یو استفاده میشه تا به ما بگه که از کجا باید یو جدید شروع بشه. خب و دقیقا همین اتفاق هم میفته. این یه دونه دیگه میره جلو، میرسه به اینجا و این 10 از اونجایی که در واقع دوری که فور میخواد اجرا بشه این میفته توی این بخش دن، و چون این مثبته، 1 مثبته، این 1 با 10 جمع میشه و میشه 11، و زمانی که این اف دومی اجرا میشه 11 به 10 غلبه میکنه و گلوبال مکسیموم ما اینجا به روز رسانی میشه، میشه و 11، و اینجا این دوتا هم اجرا میشه. همونطور خدمت شما گفتم اینجا دیگه از مقدار نیو یو استفاده میشه، نیو یو داشت به 6 اشاره میکرد، پس این یو میاد اینجا روی اون مقداری که قرار بود شروعش باشه، و از اونجایی که آی داره به این اشاره میکنه وی هم میاد به اینجا. الان ما یه گلوبال سام جدید داریم، گلوبال مکسیموم سام جدید داریم که خونه 6 و 7 مجموعش هست که میشه 11، و این آی میره در انتها اینجا هم قرار میگیره و هیچ تغییری ایجاد نمیشه، و در انتها همین در واقع سابسیکونس سام جدیدی که ما پیدا کردیم، یعنی خونه 6 و 7 که با یو وی داره بهش اشاره میشه و مقدار 11 میشه جواب نهایی مسئله ما. خب حالا که نسخه پارالل در واقع نسخه سیکوئنشیال اینو ما با هم دیگه دیدیم، اجازه بدید که نسخه پارالل رو هم بررسی بکنیم که این بخش دوم سوال تمرین بود. نسخه پارالل 4 تا گام ساده داره. یه نکته رو من اشاره بکنم، همونطور که جلوتر هم خدمت شما عرض کردم، در واقع این نسخه ترتیبی و سکوئنشیال داره در واقع پیچیدگی زمانی خطی هست، چرا که یه بار این حلقه 4 کلا اجرا میشه از 1 تا n-1، یه بار کل آرایه رو پیمایش میکنه و در انتها جواب ما به دست میاد.
اما واسه پارالل که ما میخوایم اینو بهبودش بدیم به نوعی، اتفاقی که میفته اینه که ما 4 تا گام رو اینجا برای الگوریتممون تعریف میکنیم و اینو میخوایم با زمان لوگاریتمی ما مسئله رو حل بکنیم. مدلمون مدل پیرم هست و ابزارهایی که استفاده میکنیم همون پارالل پریفیکس سامی هست که تا حالا باش آشنا هستید. همون مثالی که بالا حل کردیم رو اینجا مجدد من خدمت شما آوردم تا این بار به صورت پارالل ما بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته. در گام اول ما میایم پارالل پریفیکس سام رو برای این مجموعه، در واقع این آرایه‌ای که اینجا داریم، حساب میکنیم و چیزی که به دست میاد در واقع این آرایه دوم هست که داره به ما میگه، در واقع چون ساب سیکونس سام دیگه، داره به ما میگه که مثلا توی هر خونه‌ای رو که نگاه بکنیم از ابتدا تا اون خونه مجموع در واقع مقادیر چه مقداری هست. مثلا برای خونه شماره 2 صرف 1-2 برای این خونه میشه مقدار 6. در لول بعدی روی این آرایه جدید ما میایم پارالل پست فیکس ماکسیمم میزنیم. خب اگه خاطرتون باشه ما زمانی که داشتیم مثلا راجع به کامپیوتیشن ها اینجا صحبت میکردیم یه مفهومی رو گفتیم، تو سوال قبلی هم دیدیم، به اسم سمای گروپ کامپیوتیشن، که پارالل پریفیکس در واقع اکستند شده همون سمای گروپ کامپیوتیشن بود، یعنی در واقع رو همون عملگرهایی باید اجرا میشد که داره خاصیت اسوسییتیو بودن، که یکیش سام بود و اون چیزی که ما بیشتر باهاش سر کار داریم همین پارالل پریفیکس سام هست. منتهی مراتب یه دونه دیگه‌اش ماکسیمم هست. توی اون مثالی که ما فکر کنم سوال 2 بود که خدمت شما داشتیم، گفتیم عملگرمون رو اینجا مثلا ضرب در گرفتیم، که معمولاً این ضرب در برای در واقع سام استفاده میشه، پریفیکس سام. منتهی مراتب اینجا میتونه ماکسیمم باشه و ما قصد داریم که اینجا در واقع روی آرایه‌مون یه الگوریتم پارالل ماکسیمم اجرا بکنیم، منتهی مراتب به جای پریفیکس پست فیکس. که این پست فیکس چیه؟ همون پریفیکسه ولی از سمت دیگه آرایه اگه اجرا شده باشه. پس دو تا نکته: یک، اینجا سام رو ما یه چیز جدید داریم به اسم ماکسیمم که شاید کمتر باش برخورد کرده باشی، و به جای پریفیکس هم داریم از پست فیکس استفاده میکنیم، یعنی میگیم از این سمت شروع کن. در واقع پست فیکس همون پریفیکسیه که از سمت دیگه آرایه انجام شده باشه. قاعدتا از اونجایی که پست فیکس و پریفیکس ماهیتا یک چیز هستن، زمان هر دو همچنان لوگاریتمی هست توی مدل پیرم، و با این شرط که ما به تعداد اینها در واقع پروسسور در اختیارمون داشته باشیم. اما در نظر بگیرید که پست فیکس ماکسیمم رو، پارالل پست فیکس ماکسیمم رو، آرایه جدید ما داریم اینجا اجرا میکنیم. هدفمون چیه؟ میگیم که این آرایه الان داره مقادیر پریفیکس هام رو نشون میده، یعنی نشون میده که ما تو هر خونه آرایه که وایستاده باشیم تا اونجا جمع خونه ها چه مقداری بوده. حالا چی میگیم؟ میگیم برو جلوتر، یعنی اگه تو اینجا رسیدی، مثلا توی خونه، مثلا برای خونه شماره 2 داریم صحبت میکنیم، میگه برو جلوتر ببین بیشترین مقداری که پیدا میکنی چیه. میگه پست فیکس یعنی جلوتر و ماکسیمم. میگه بیشترین مقداری که پیدا میکنی چی، یعنی بیشترین جمعی که وجود داره چیه. و مثلا توی این مثال ما اگر مثلا توی تمام این خونه های این تیکه باشیم، بیشترین مقداری که وجود داره پست فیکس ماکسیمم میشه این مقدار 10 که اینجا هست. ولی برای خونه 8 خونه آخر، برای خونه 10 هم همینطوره، برای خونه آخر میشه خود مقدار 8، چون گفتیم دیگه از این ور در واقع پست فیکس میگه از اینجا تا بعدی ها و بعدی دیگه اینجا وجود نداره، 10 هم که قبلشه پس حساب نمیشه. در واقع پارالل پریفیکس چپه اگر بزنید هم همین نتیجه رو به شما به دست میده. میگه برو بعدی ها ببین بیشترین مقداری که وجود داره چیه. حالا توی گام بعدی، یعنی گام سوم الگوریتممون، من اینا رو پاک کنم، توی گام سوم الگوریتممون میگه خب این رو حساب کردی روی الگوریتم جدید، یعنی پارالل پست فیکس ماکسیمم رو پیدا کردی، حالا بیا مقدار این پارالل ماکسیمم رو به ازای هر خونه در نظر بگیر، منهای مقدار پارالل سام بکن به اضافه نام آی. حالا اینو من الان کاری ندارم چرا به اضافه نام آی میکنه. میگه که حالا این دوتا آرایه که الان داریم رو، یعنی شما از روی آرایه اول اومدید پارالل پریفیکس حساب کردی، اینو نگه میدارید روی این یه دونه فرآیند پارالل پست فیکس ماکسیمم میزنید، حالا از این دوتا، یعنی از این و از این استفاده میکنید تا به یک آرایه جدید برسید. هدف چیه؟ میگه اوکی الان تو این خونه من گشتم پیدا کردم بزرگترین در واقع پارالل پریفیکسی که وجود داره مقدار 10 که اینجاست، که من اینو آوردم این تو انداختم برای خودم.
خب یعنی این که میگه اگه از اینجا تا اینجا من جمع بکنم میشه 8، از اینجا تا این یه تیکه اینجا من جمع بکنم میشه 10. منتهی مراتب ما خب گفتیم که ساب سیکونس میخوام، یعنی با پریفیکس ها صرفا سر و کار نداریم. پس توی گام سوم داریم چیکار میکنیم؟ این احتمال رو در نظر میگیریم که اگه من از اینجا شروع بکنم خودمو تا اینجا برسونم، یعنی این یه تیکه رو من در نظر بگیرم، شاید به مقدار بزرگتری برسم. پس میاد چیکار میکنه؟ این دوتا مقدار رو از هم دیگه کم میکنه. منتهی مراتب زمانی که داره این کم کردن رو انجام میده، خود مقدار خونه رو هم داره حذف میکنه و این باعث ایجاد مشکلاتی میشه توی فرآیند اجرای الگوریتم ما. یعنی مقادیر اولیه اون خونه صفر و اینا دیگه اینجا ندید گرفته میشن. برای اینکه ما در واقع با این مسئله مبارزه بکنیم و این مشکل رو ما برطرف بکنیم، میان اینجا مقدار نامه‌ای رو دوباره بهش اضافه میکنیم. پس این سه تا در واقع آرایه‌ای که ما الان اینجا ساختیم رو در نظر بگیرید، توی گام آخر، یعنی گویه توی گام سوم، گام یکی مونده با آخر، مقدار این منهای مقدار پریفیکس ها میشه به اضافه مقدار نام قبلی میشه. میتونیم این گام سوم رو اصلا حذف کنیم. چطور؟ زمانی که داریم پارالل پریفیکس ها حساب میکنیم، دیمینیشت پارالل پریفیکس ها اگر حساب کرده بودیم این اتفاق نمیافتاد. چرا؟ چون زمانی که میخوایم در واقع این تفریق رو انجام بدیم، کاری که انجام میشه اینه که خب داره این رو منهای این مقدار قبلیش میکنه و دیگه نیازی نیست که دوباره با خود در واقع مقدار اون خونه جمع بشه. پس یا شما همون ابتدا از دیمینیش پارالل پریفیکس هم استفاده میکنید، یا اگر استفاده نکردید این گام سوم رو اینجا احتیاج دارید که نام رو هم بهش اضافه بکنید. خب همون مثال بالا رو در نظر بگیرید. اینجا مثلا 10 منهای 8 میشه به اضافه 3 میشه مقدار 5، یا اینجا 10 منهای 4 میشه دوباره منهای منفی 6 که مقدارش اینجا میشه 0، و همینطور برای تمام اینها محاسبه میشه. حالا این داره چی میگه؟ این میگه که در واقع همون چیزی که من خدمت شما عرض کردم، میگه حالتهای مختلف رو اینجا در نظر بگیر. یعنی اینکه اومدی بیشترین رو اینجا پیدا کردی، بعد گفتی که اوکی من پارالل پریفیکس هم اینه، این بازه بینشون رو من در نظر میگیرم ببینم که آیا چه مقداری رو اینجا برای من به دست میده. خب حالا بین تمام این مقادیری که اینجا ایجاد شد ما کافیه که مکسیموم بگیریم، میشه گام چهارم و گام نهاییم. که مکسیموم که اینجا میگیریم مجدد اینا همه با در واقع زمان لگاریتمیه دیگه، مکسیموم که اینجا میگیریم اینجا 11 رو به ما به دست میده، همون جوابی بود که ما توی حالت سکونشیال به دست آورده بودیم. این بار با زمان لگاریتمی ما مسئله رو حل کردیم. پس یه پارالل پریفیکس ها، یه پارالل پست فیکس مکسیموم روی آرایه جدید، تفریق و در نهایت پیدا کردن مکسیموم روی آرایه فاینال. و حالا اگر مقادیر یو و وی رو هم شما اینجا بخواید به راحتی با مثلا اکستند کردن یک سری از این دیتا استراکچر ها شما میتونید بهش دست پیدا بکنید. مثلا خب مقدار یو دقیقا همین مقداری هست که ما اینجا اینو پیداش کردیم، یعنی اینکه گفتیم که از اینجا، یعنی اگر شما اینجا 10 رو داشته باشید، این 10ی که ما از اینجا داشتیم، زمانی که این مقداری که اینجا 1 هست، بذارید اصلا این خونه شو بگم چجوری این 11 شکل گرفته دیگه، 11 حاصل این هست که این 10 اینجا منهای 0 شده به اضافه این 1 که تو این خونه بوده شد. یعنی این 10 از اونجایی که مربوط به پست فیکس بود، یعنی جلوتر هست و این یک خونه ای هست که اینجا در واقع مقدار همون خونه هست که ما اینجا درش قرار گرفتیم، پس یو ما دقیقا نقطه شروعش همینجاست. وی ما یعنی اونجایی که باید این بازه به اتمام برسه، اونجایی هست که این 10 قرار گرفته بود قبلا، این 10 نه این 10 قرار گرفته بود قبلا، اینجا میشه وی که حالا دست برقضا روی جفت اینها هست. چون در نظر داشته باشید که ما پست فیکس مکسیموم رو روی این آرای دوم می‌ذاریم نه آرای اول. پس کافیه که زمانی که داریم پست فیکس مکسیموم پارالل پست فیکس مکسیموم رو حساب می‌کنیم، زمانی که اینجا 10 رو نوشتیم بنویسیم که اینجا مربوط به کدوم خونه بوده، 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7، مثلا اینجا کوچیک ما 7 رو بنویسیم و توی این دیتا استراکچرمون نگهداری بکنیم. زمانی که اینجا هم 7 نگهداری میشه، زمانی که ما
در واقع جوابمون رو پیدا کردیم، بین همه اینا ماکسیموم گرفتیم، به این در واقع مقداری که اینجا ذخیره کردیم نگاه میکنیم و اینجا مشخص میشه که وی ما خونه شماره 7 بوده. خب این نسخه سکوئنشیال و پارالل مربوط به مسئله ماکسیموم ساب سیکونس، ان‌شاءالله که توی ویدیوهای بعدی ما راجع به سوالهای بعدی هم صحبت خواهیم کرد. خسته نباشید و فعلا خدا نگهدار. خب دوستان، مسئله 6 تمرین دوم راجع به محاسبه کوتاه‌ترین مسیر بین همه جفت رأس‌ها هست. مسئله معروفیه و خیلی جذابه که ما اینو به صورت پارالل بخوایم بیان بررسی بکنیم، چون برخلاف چیزی که توی در واقع دنیای الگوریتم‌های سکوئنشیال داریم، اینجا یه سری الگوریتم‌هایی که اونجا زمان بیشتری بهمون در واقع به دست میداد، با پیچیدگی زمانی بیشتری اونجا قادر به حل مسئله بودن، اینجا زمانی که اونا رو پارالل می‌کنیم عملکرد گاهن بهتری نمایش میدن، به خصوص توی این مسئله خیلی این قضیه نموت پیدا میکنه. خب میدونید که اگه کوتاه‌ترین مسیر رو بین همه جفت رأس‌ها توی گراف بخوایم پیدا بکنیم، معروف‌ترین الگوریتمی که در این زمینه هست الگوریتم آیان فلوید و وارشال هست که یه الگوریتم خیلی قدیمیه و تقریبا توی تمام کورس‌های طراحی الگوریتم هم با این الگوریتم شما مواجه میشید. منتهی مراتب الگوریتم دیگه‌ای هم هستن که در این زمینه مطرحن و به خصوص دو الگوریتم اینجا خیلی ازشون صحبت میشه توی حالا به این الگوریتم سکوئنشیال. یکی شبیه به ضرب ماتریس هست، یعنی اینکه از ضرب ماتریس الهام گرفته برای اینکه در واقع الگوریتم مسئله رو حل بکنه، که پیچیدگی زمانی فلوید وارشال اگه n به توان 3 هست، اینجا یه n دیگه هم درش ضرب میشه، یعنی مرتبه n 4 هست و خب بدتره توی سکوئنشیال نسبت به فلوید وارشال، ولی اینو میتونیم بهبودش بدیم، در نهایت به n log n میرسه، ولی همچنان فلوید وارشال اینجا ارجحیت داره. منتها مراتب زمانی که میایم اینو میخوایم پارالل بکنیم، میبینیم که ما از فلوید وارشال شروع میکنیم و با حرکت کردن به سمت اون الگوریتم شبیه به ضرب ماتریس، در نهایت به پیش دیگه زمانی پولی لوگاریتمیک میرسیم، یعنی لوگ به توان 2 تو این مورد خاص، که خیلی خیلی جالب توجهه که ما میتونیم کوتاه‌ترین مسیر رو بین همه جفت رأس‌ها دست کم توی مدل حالا انتزاعی پیرم با پیچیدگی زمانی پالی لوگاریتمیک لوگ به توان 2 اینجا ما مسئله رو حل بکنیم و به دست بیاریم. خب بیشتر از این دیگه راجع به صحبت نکنیم. سوالو ببینید، میگه یک گراف وزن‌دار جهت‌دار داریم با n رأس که اینو با یه ماتریس مجاورت n در n داریم نشون میدیم، که اگه ماتریس مربوطه رو W بنامیم، WIJ نشون میده که وزن یال اتصال دهنده رأس آی به جی چی هست، که از اونجایی که گراف جهت دار هست، وزن آی به جی ممکنه با وزن جی به آی متفاوت باشه و چنانچه یالی میان دو رأس وجود نداشته باشه، عنصر مربوطه رو بی نهایت میذاریم. با الهام از الگوریتم های ترتیبی موجود گفته الگوریتمی روی یه زیر مدل دلخواه از پیرم بدید که این رو محاسبه بکنه و این الگوریتم خب قاعدتا باید کارآمد باشه. اجازه بدید که ما از فروید وارشال شروع کنیم، اما قبلش من این ماتریس مجاورت رو اینجا اشاره بکنم که ماجراش چی هست. اگه تعریف بخوایم براش ما اینجا بنویسیم، میتونیم بگیم WIJ مساوی با، و اینجا سه حالت میتونه داشته باشه. حالا با WIJ اینجا این شکلی نمایشش بدیم، سه حالت میتونه داشته باشه. اگه آی برابر با جی باشه، خب این میشه صفر، چون طبق تعریف ما اینجا توقع نداریم و وزن هر یال به خودش صفر. وزن یال از هر رأسی به خودش به طور دیفالت صفر. اگر آی مخالف جی باشه و خب وجود داشته باشه یال آی به جی، اینجا وزن یال آی جی رو ما در نظر میگیریم، این نوتیشن هم از خودمونه دیگه، و اگر وجود نداشته باشه ای آی جی، اینجا ما بی نهایت این رو فرض کنیم. خب با این تعریفی که من خدمت شما عرض کردم، بیایم با الگوریتم فلوید وارشال راجبش صحبت بکنیم. فلوید وارشال تعریفی که داره اینه، میگه که بیایم تفسیر بکنیم این ماتریس مجاورت W رو به این صورت که این داره کوتاه‌ترین مسیر رو بین هر جفت رأس نشون میده، اگر فرض بگیریم که
ما کاتاراس اول رو لحاظ کردیم. یعنی توی ماتریس مجاورت اولیه ما داریم فرض میگیریم که یه اوردرینگ میایم از روی رأس ها در واقع ایجاد میکنیم، یعنی به هر رأسی عددی میدیم، یه عدد متمایز، خب، و میگیم W کوتاه‌ترین مسیر بین هر جفره است اگر رأس یک لحاظ نشده باشه، و این رو هی تغییر میده، یعنی W رو میکنه W یک، W این میکنه W دو، میکنه W سه، میکنه W چهار، و هر بار چی میگه؟ میگه دو رأس اول لحاظ شده باشه، سه رأس اول لحاظ شده باشه، چهار رأس اول لحاظ شده باشه، و این خب در واقع W اولی همون میشه W صفر، و این کار رو ادامه میده تا زمانی که هر N رأس در واقع لحاظ شده باشن، و این جواب نهایی مسئله ما هست. یعنی که از رأس یک تا N رو ما لحاظ کردیم، کوتاه‌ترین مسیر رو بین هر جفره رأس به دست آوردیم. برای اینکه اینو بخواد محاسبه بکنه، میاد یه در واقع همین که من خدمت شما عرض کردم رو اینو میتونیم فرمولش بکنیم. چی بنویسیم؟ بگیم که ما اگر اینو اینجوری نامگذاری بکنیم که بهم بگیم W کای منهای 1 و اینو ما می‌خوایم به W کا تبدیل بکنیم. خب ماتریس رو اینجوری تبدیل می‌کنیم، میگیم درایه اسمش رو A بذارم، درایه A I و J توی این ماتریس کا، ماتریس W کا، این برابر با میگیم مینیمم بگیر، همین چیزی که شفایی خدمت شما عرض کرده، درایه I و J ماتریس کای منهای 1، میگه شما با لحاظ کردن کای منهای 1 تا در واقع رأس اول، حالا بر اساس اون اوردرینگی که روی رأس ها داشتیم، میگه با لحاظ کردن کای منهای 1 تا اول گفتیم مسیر کوتاه انقدره. خب اینو بیا مینیمم بگیر، میگیم حالا رأس کاوم رو هم لحاظ کن. خب توی همون ماتریس کای منهای 1 میگیم رأس کاوم هم لحاظ کن. یعنی چی؟ یعنی برو ببین کوتاه‌ترین مسیر تا کا چنده، بعد ببین کوتاه‌ترین مسیر از کا تا چه تا جی چند. خب و این دوتا رو با هم جمع کن با مقداری که داشتیم مستقیماً، یعنی آی و جی رو رفته بودیم با لحاظ کردن کایمنهای یک تای اولیه، یعنی رأس کام لحاظ نشده باشه، با لحاظ کردن کایمنهای یک تای اول ببینیم که اگر رفته بودیم آیا بهتر بود یا نه. و اینجا اگه شماتیکم بخوام نشون بدم، اگه بخوام A I و J رو من اینجا به دست بیارم، باید برم تو ماتریس قبلی A I و J ببینم کجاست. اینجا آیه، اینجا جیه. خب اینجا من بیام کارو لحاظ کنم، بگم اوکی اینجا A I کارو بردار، اینجا هم A K J، این دوتا رو با هم دیگه جمع کن. یعنی اول برو به از طریق A I برو به K، بعد از K برو به J، و این دوتا ببین چقدر شده، جمع بکن، مینیمم بگه با مقداری که قبلا داشتیم. اگر مقدار این دوتا کوتاه‌تر بود، اینا میشه مقدار جدید توی ماتریس بعدی که اینجا دیگه کاتای اول لحاظ شد. خب فلوید وارشال چیزی که شما اینجا مشاهده میکنید اینی که باید n تا ماتریس رو هی محاسبه بکنه، یعنی این رو انقدر تغییر بده تا به در واقع ماتریس n برسه. WN این جواب نهایی ما هست. تفاوتی نمی‌کنه که شما اینجا چطور این رو پارالل بکنید، به هر حال این انتقام رو باید انجام بدید، و اگر تعداد پروسسور کافی بذارید و این عملیاتی که اینجا داره مینیمم گیری و جمعی که داره انجام میشه، اگر اینها هم در مرتبه یک انجام بشه، در بهترین حالت به n میرسید. اگر به صورت لگاریتمی انجام بشه، n log n بهترین چیزی است که شما میتونید اینجا بهش دست پیدا بکنید. پس ما میایم اینو یه تغییری درش ایجاد می‌کنیم، میریم سراغ الگوریتم شبه ضرب ماتریس. همون فرمول بالا رو شما اینجا در نظر داشته باشید. این بار میایم تفسیرمون رو از ماتریس مجاورت عوض میکنیم. میگیم که ماتریس مجاورت ما اینجا برداشت ما ازش اینه که کوتاه‌ترین مسیر رو بین هر جفت رأس داره نشون میده، با این محدودیت که حد اکثر در واقع یک یال بین این دو رأس، اون مسیری که ترسیم شده کوتاه‌ترین، حد اکثر یک یال داشته باشه. خب حد اکثر یک یال یعنی یال مستقیم دیگه، ولی این رو هی تغییر میده، یعنی از W0 حالا اینجا دیگه میشه یک یال دیگه، درسته؟ حد اکثر یک یال داشته باشه، اینجا میرسیم به
اینکه حد اکثر دو یال داشته باشه. ادامه میدیم تا اینکه حد اکثر n های یک یال داشته باشه. این میشه جواب مسئله ما. خب اینجا مشاهده میکنید که همچنان اون مسئله تبدیل رو ما اینجا داریم و اینجا هم نمیتونیم به اون پرفورمنسی که میخوایم برسیم و به اون اسپید اپی که میخوایم دست پیدا بکنیم. اصخایی میکنم متمرتب این رو الان قراره بهبودش بدیم و بالاخره به اون چیزی که میخوایم برسیم. حالا الان من فرمول این رو هم خدمت شما بنویسم. اینجا دیگه یه چیزی از شبیه به ضرب ماتریس. الان مشاهده میکنید چرا ما میگیم که اگر A, I و J رو اینجا شماتیکش رو شاید شما بهتر متوجه بشید. A, I و J رو اگه من بخوام به دست بیارم، این اگر W K باشه، این W K منهای یک باشه، اینجا هم اینو الان میگم چیه، این W خالی رو نمایندگی میکنه، یعنی در واقع W یک رو داره نمایندگی میکنه. ما چی میگیم؟ میگیم که برو به این A, I و J رو اینجا در نظر بگیر. خب حالا من میخوام که بگم کاتای در واقع برای خودم محدودیت گذاشته بودم، یعنی توی اینجا گفته بودم کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس اگر تعداد یالای بین این دوتا حد اکثر کای منهای یکی باشه. خب حالا من میام میگم اوکی تمام رأس‌ها رو در نظر بگیر، خب کوتاه‌ترین مسیر رو از آی به اونها پیدا کن و از اون رأس‌ها مستقیم برو به جی. مستقیم برو به جی یعنی چی؟ یعنی اینکه کوتاه‌ترین مسیری که من داشتم از آی تا اون رأس کام که حد اکثر کای منهای یک تا در واقع یال درش لحاظ شده بود، حالا یه یال دیگه بهش اضافه میشه که اون یال یال کا به جی هست. درسته؟ من میگم از آی شروع کن، کوتاه‌ترین مسیر رو تا کی پیدا بکن که این توی ماتریس کای منهای یک هست، با این شرط که حد اکثر کای منهای یک تا یاد بینشون وجود داشته باشه. حالا از کام مستقیما برو به جی، یعنی اینجا تعداد یالا شد حد اکثر کاتا و اینو به ازای تمام کاها ما باید اینجا رعایت بکنیم. پس برخلاف چیزی که توی فلوت وارشال داشتیم، اینجا فرمول ما این شکلی میشه. فرمول این بالا رو دقت بکنید، اینجا یه دونه ماتریس داشتیم که این بر اساس در واقع اینکه آیا رأس کام لحاظ شده یا نه این میومد مینیمم میگرفت. اینجا رأس کام وجود نداره، کا یک متغیریه که اینجا باید به ازای تمام در واقع رأس ها حساب بشه، یعنی هر بار یه مقداری برای خودش میگیره زمانی که ما میخوایم این محاسبه رو انجام بدیم. پس فرمول من این شکلی میشه، میگم که A, I, J کار رو اگه من میخوام حساب بکنم، این رو اگه من میخوام حساب بکنم باید مینیمم بگیرم، خب به ازای تمام رأس ها، یعنی از یک شروع کن تا تمام رأس ها رو لحاظ کن. خب بیا بگو این مقداری که الان دارم چنده، خب توی کای منهای یک، این رو در نظر بگیر با تمام رأس های دیگه. من اینو دارم بالاتر بنویسم. خب بیا این رو لحاظ کن، میگم از آی برم به K، از اونجا مستقیم. ببینید اینو من دیگه چجور استفاده کردم، از این W استفاده کردم که نشون بدم مربوط به W1، مستقیما شما برو به از K برو به J و تمام. این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم و به ازای تمام کها مقدار به دست میاریم و در نهایت با این مقدار قبلی که داشتیم همه رو با هم دیگه مینیموم میدیم. در واقع اینجا N به اضافه یک تا مقدار باید مینیموم گرفته بشه. خب این اگه من میخوام پیاده بکنم، انگاری که این آی رو من گرفتم اینجا ساین کنم، انگاری که این رو سطر آیوم رو من گرفته باشم اینجا بخوام ضرب بکنم در ستون جیوم این ماتریس، ماتریس اولی که الان اشاره میکنم چرا. خب من میخوام مقدار ای جی رو به دست بیارم دیگه. سطر کام در واقع کای من اینجاست، سطر آیو هم مساوی من کای من اینجاست و این داره تا کام مساوی با ان میره، اینجا هم همینطور کا صفر تا کام مساوی با ان میره. در واقع من هر بار دارم چیکار میکنم؟ ای کا کای من های یک رو آی کا به ازای تمام مقادیر کا رو من هر بار دارم جمع میکنم با چه مقداری؟ با دبلیو کا و جی. ببینید اینجا کا از صفر داره میره تا ان، کا و جی.
هر بار دارم اینا رو با هم دیگه جمع میکنم، نظیر به نظیر اینها با هم دیگه جمع میشه. حالا متوجه شدید که چرا بهش میگن شبیه به ضرب ماتریسه؟ از اونجایی که ما توی ضرب ماتریس اینجا ضرب اتفاق میافتاد و بعد همه با هم جمع میشدن، توی این عملیات ما نظیر به نظیر با هم دیگه جمع میشن، بینشون مینیمم گیری میشه و مینیمم مقدار اینها لحاظ میشه که میاد به عنوان ای آی جی اینجا میشه. پس این چیزی شبیه به ضرب ماتریس واقعا، منتهی مراتب عملیاتی که داره اتفاق میفته متفاوته. یعنی به جای ضرب ما جمع داریم، به جای در واقع جمعی هم که توی حالت اصلی داشتیم مینیمم داریم. خب مجدد شما هر کاری هم که بکنید، همونطور که اشاره کردم چه تعداد پروسسور کافی، ازتون خواهش میکنم که یه بار یادآوری بکنید برای خودتون اون الگوریتمایی که توی ضرب ماتریس داشتیم، که حالا یه چه مدلی از پیرم داشتیم صحبت میکردیم، همیشه مدل های مختلف پیرم، و اینکه تعداد پروسسورها رو اگر چقدر بگیریم ما در واقع پیچ دیگه زمانیمون چقدر میشه. اینا رو خواهش میکنم برید مرور بکنید. ولی چیزی که دارید اینه که باز اینجا باید n تا حتما در واقع ماتریس رو حساب بکنید. یعنی در بهترین حالت شما میتونید به n برسید توی مدل های خیلی انتزاعی از پیرم. اگر یکم در واقع نزدیکتر نگاه بکنید به دنیای واقعی، این چیزی که بهش میتونید دست پیدا کنید احتمالاً n log n خواهد که بیاد برای هر کدوم از این در واقع عملیات‌ها یه دونه در نظر بگیرید و این پروسه‌ای که داره اتفاق میفته تا اینها مینیمم گرفته بشه، اون عملیات سمای گروپی که انجام میشه log n خواهد بود که n بار این باید در واقع محاسبه بشه. بهتر از این شما نمیتونید دست پیدا کنید. اما بیاین این ضرب ماتریسمون رو ما بهبودش بدیم، همین الگوریتم ضرب ماتریس رو یه تغییر درش ایجاد بکنیم تا بتونیم که به اون در واقع زمان پالی لوگاریتمیکی که مد نظرمون بود دست پیدا بکنیم. کاری که انجام میدیم اینه که میایم این رو دوباره فرمولمون رو بازنویسی میکنیم. گفتیم که هر بار ما میایم یه دونه رأس اضافه میکنیم و میگیم که در واقع محدودیتمون رو یکی یکی جلو میبریم. در واقع اول میگفتیم که حد اکثر یه یال وجود داشته باشه بین دو رأس، بعد میگفتیم دو یال، بعد میگفتیم سه یال. خب اینجا اگر این محدودیت یک به یک بالا رفتن رو ما برداریم، در واقع اون پاشنه آشیل ما تا اینجا چی بود؟ اون که n تا در واقع ماتریس هی باید اینجا محاسبه بشه. اگر یک به یک بالا رفتن رو ما برداریم، در واقع هر بار اینو تا بخوایم دو برابر بکنیم، یعنی میگم که حد اکثر یک یاد، حالا حد اکثر دو یاد، حد اکثر چهار یاد، و به همین ترتیب من بخوام برم جلو، اینجا تعداد در واقع ماتریسی که من باید حساب بکنم میشه log n. و از اونجایی که فرایندی هم که اینجا داره بین اینها اتفاق میفته، اگر من تعداد پروسسور کافی داشته باشم، باز من رجوع میدم شما رو به بحث ضرب ماتریس توی اسلاید های کلاس و اسلاید های دکتر پرهامی، شما مشاهده میکنید که اونجا هم پرسه ها با توی مدل پیرم به صورت لوگاریتمیکی میتونه اتفاق بیفته، و چیزی که ما بهش دست پیدا میکنیم لوگ ضرب در لوگ یا لوگ دو هست که اصطلاحاً پالی لوگاریتمیک است و خیلی خیلی زمان خوبیه برای محاسبه یک چنین چیزی توی گراف، و اینو توی گراف های هجین، گراف های خیلی بزرگ، دست کم حالا به صورت انتزاعی ما میتونیم ببینیم که خیلی بهینه و خیلی آپتیمال میتونیم ما محاسباتش رو انجام بدیم. خب تنها چیزی که میبینیم که فرمولمون ما چجوری تغییر بدیم، که اینجا میشه مین در واقع کار یک تا n، میگم هر بار چیکار بکن، به جایی که دونه دونه بری بالا، بیا این رو اینجوری در نظر بگیر، بگو اگه میخوای کار رو به دست بیاری، اگر کار رو میخوای به دست بیاری، من یک چیزی هم فکر میکنم بالا استفاده کرده بودم، نه آره، میگه اگر میخوای که من اینجا، آره یه چیزی رو من حواسم نبود اینجا، من اینو باید اینجا، چون کار رو اینجا من یه متغیری گرفتم که داره تکون میخوره، اینجا مثلا یه چیزی به عنوان M من فرض بکنم و اینجا مثلا بشه M منهای یک. شما ببینید دوبار اینجا کار اومده، این بشه M منهای یک، این هم بشه M. اینا رو هم من همه رو بازنویسی بکنم که اینجا شبهه به وجود نیاد. چیزی که من دارم میگم اینه که چون اینجا کار رو من یه متغیر گرفته بودم، کاش اصلا این کار رو عوض میکنم، کار رو من اینجا یه متغیر گرفته بودم که هی بین اینها در واقع داشت میرفت. یه بار دیگه برگردید این چیزی که من گفتم، و اگر تو ذهنتون اینجا دوتا کار با هم دیگه قاطی شده بود، من یه جای متغیر دیگه باید
استفاده میکردم که اینجا اصلاحش میکنم. خب پس این پایین هم موقعی که دارم استفاده میکنم اینجا دیگه ام میذارم. خب و مسئله که هست اینه که الان من دیگه نمیام دونه دونه اضافه بکنم، میگم ام دوم یعنی بیا اینو ام دوم بگیر، این رو هم یا K و J مجدد ام دوم بگیر، درسته؟ یعنی این دفعه اینجا شد WM دوم و خودش WM دوم. چی دارم میگم؟ میگم شما از I رفتی رسیدی به K، رفتی رسیدی به J، درسته؟ اینجا حد اکثر M دوم تا اینجا هم حد اکثر M دوم تا. پس دیگه نمیام اینجا از ماتریس مجاورت عادیمون استفاده کنم، دومین ماتریس هم همون در واقع ماتریس WM دوم خواهد بود که این به من میده چی؟ WM. یعنی این به من میده با حد اکثر M تا رس، با حد اکثر M تا یال من اینجا رسیده باشم به در واقع J. خب صحبت ما اینجا تموم میشه. من پیچیدگی زمانیش هم یه خدمت شما عرض کردم و همونطور که مشاهده کردید این که توی دنیای پارالل ما این الگوریتمی که از سکوئنشیال از اون الگوریتم در واقع ترتیبی الهام گرفته بودیم آورده بودیم اینجا تغییر درش ایجاد کرده بودیم، دیدیم که با زمان پالیلوگاریتمیک ما تونستیم مسئله خیلی مهمی که حالا توی حوزه‌های مختلف میتونه کاربرد داشته باشه، میتونه مثلا برای پیدا کردن، حالا فلوید وارشا من تو ذهنم هست که برای پیدا کردن دور منفی بود توی گراف یا حالا حالت‌های مختلف کاربردهای زمینه‌های مختلف میتونه کاربرد داشته باشه، ما اینجا به صورت پارالل تو اومدیم در واقع حلش کردیم دیگه. اوج شاید کاربرد و مزیت پارالیلیسم رو شما بتونید توی این مسئله مشاهده بفهمید.